بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، برنامه امروز رو شروع میکنیم. امروز جمعه 28 اکتبر سال 2016 میلادی و برابر است با کجا نوشتم 7 آبان ماه 1395. خیلی خوشحالم که با شما هستم، ولی هر لحظه ممکنه من یک چند دقیقه مجبور بشم برنامه رو قطع کنم. دوستانی که روی فیسبوک هستن باید دوباره برگردید، به اصطلاح ویدیوی جدیدمون رو ببینید، ولی دوستانی که از مردم تیوی ما رو تماشا میکنن، براشون یک چند تا شعر میذارم، شعرهای شیرازی جالب با صدای یدالله طارمی، شاعری که این شعرها رو خودش گفته، و من همیشه باور دارم که این دوستان خیلی بهتر از افراد دیگه میتونن به اصطلاح اجرا کنن شعرهایی رو که خودشون گفتن یا دکلمه کنن. دوستان، اگر برنامه ما را از روی یوتیوب، فیسبوک یا جاهای دیگه میبینید و بعد از مدتی ممکنه از روی مردم تیوی نتونید ببینید، لطف کنید قبل از اینکه به ما تماس بگیرید و بگید که برنامه شما پخش نمیشه، اول کامپیوتر خودتون رو چک کنید. کامپیوترها این روزا، این برنامه ها به جون هم افتادن، اپل و گوگل و یاهو و بینگ. و اون شعره بود، میگفت ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارم تا تو برنامه‌ای بسازی و دوستان ببینند و حمایتم نکنند. آخر ماه اکتبر حمایت را حتما به اصطلاح انجام بدید، فراموش نکنید. از دوستانی که من اینجا بنویسم که ساعت 2:03 درباره این باکس صحبت کردم و این قسمت رو جدا کنم بذارم تکرار بیشتری بشه، دوستانی که ما رو روی جی ال ویز باکس میدیدن، روی تی وی باکس میدیدن، روی 89 تا وبسایت مختلف میدیدن، حالا میگن که جی ال باکس نیستی، تی وی باکس نیستی. بهتون گفتم جی ال باکس میخواد مثل وزارت ارشاد آخوندها کنترل داشته باشه، ما اصلا حاضر نیستیم. تی وی باکس، این آقای خسرو مترجمی فکر میکنه که ایشون از بیل گیت هم بیشتر میدونه، 4 تا دستگاه 20 دلاری خریده، از چین آورده، حالا اینجا میفروشه 2300 دلار، داره رانندگی میکنه با ماشین، تلفن جواب میده، فلان اینها. اینه که ما درآمدی از اینا نداریم، حوصله دردسر و شکایت مردم رو هم نداریم. ولی خبر خوب این که، اجازه بدید که من ببینم حالا این برنامه اونم ضبط میشه، داره پخش میشه، فقط ببینیم که ضبط هم میشه یا نه، که با خیالی راحت تر به برنامه خود ادامه بدهیم. بله، ضبط هم میشه. خب، مژده، یک باکسی، یک دستگاهی آمده به نام iranianiptv.com. دوستانی که این مجموعه رو درست کردن به نظر میرسه که آگاهی بیشتری دارن از این ویدیو استریمینگ و نمیدونم کارهای دیگه‌ای که باید رله کنن، مثلا از ستلایت بگیرن یا مال ما رو از ویدیو میگیرن لینکش و اینها. بماند، دیروز فرصتی بود با آقای حامد احمدی صحبت کردم و دیدم که خیلی خاکی، به قول آمریکایی‌ها down to earth، خودمونی صحبت کرد و اینها، و گفت که خوشحال میشه تلویزیون مردم رو هم روی این باکس بذاره. پس از این به بعد شما میتونید از این باکس هایی که الان بهتون نشون میدم، آدرسش هم من فقط بهتون بگم، خودتونم خیلی ساده میتونید بعد برید رو وبسایتشون، خیلی ساده از کاراشو. ایرانیان آی پی تی وی، آی پی که میدونید تمام این اینترنت پروتکولا یا اینترنت سیستمش روی آی پی کار میکنه، و اینها اگر سوالی داشته باشین کمک میکنن و ماهیانه ازتون پول نمیگیرن. مرگ یه بار، شیونم یه بار، یه بار از شما پول میگیرن، این باکس رو به شما میدن. بیش از 800 کانال تلویزیونی روش هست، اینها الان من بهتون نشون میدم، این شما و این هم iranian iptv box. خب اینجا هست و این ایمیلی رو که اینها برای من فرستادن براتون نشون بدم، بذارید من صفحه رو بیارم اینجا. بله، اینجوری میشه، کامرای دو
خب حالا اگه یه فرصتی هم بشه یه روزی با خود حامد احمدی یا دوستان دیگه صحبتی انجام میدیم، مصاحبه، شما مکس پرسشی دارید احتمالا بتونید از خودشون مستقیم بپرسید. فکر کنم تمام این اینفورمیشن ها و اینا الان مربوط میشه به قسمت سیلز، sales@iranianiptv.com باهاتون تماس میگیره. ما خودمونم یه باکس ازشون گرفتیم که بیاد اینجا بهتون نشون بدیم و این باکس رو من دیروز که عکسش رو دیدم، دیدم HDMI هم داره برای تلویزیون‌های جدید های دفینیشن، خیلی راحت. HDMI کیبلی هست که هم صدا هم تصویر رو منتقل میکنه از باکس، دیگه هی وایرهای مختلف نمیخواد این ور ور بکشید و همینجوری که اینجا نوشتن پرقدرت‌ترین بیشترین محتوا، کمترین قیمت تیوی باکس ایرانی، بیش از 850 کانال ماهواره بدون نیاز به دیش و ریسیور، از طریق اینترنت هزاران فیلم، شو و سریال ایرانی، سریال های ترکی دوبله و زیرنویس فارسی، موزیک ویدیوهای ایرانی، ایرانی، ترکی، عربی و کاریوکی ایرانی. یه مقداری از این سیاست و تو مهمونی ها حرفای مفت و بی خود زدن و دشمن تراشیدن دست برداریم. این کاریوکی ایرانی، کاریوکی، اینو فکر کنم اول ژاپنی ها درست کردن یا کره‌ای ها، چون کره‌ای ها خیلی دوستش دارن. در هر صورت موزیک رو برای شما میزنه، شما باهاش میخونید. حتما آمریکاییش و انگلیسیش و کشورهای دیگر رو دیدین. مثلا ببینید الان من اگر این موزیک رو بزنم، شما خود به خود یاد چه آهنگی میفتی؟ لا 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 لا، جان مریم، جان مریم منو صدا کن، نمیدونم از این چیزا. خیلی خوب مهمونیان با خوبی و خوشی و خنده، یکی میاد ادای ستار رو در میاره، یکی میاد ادای گوگوش رو در میاره، یکی آهنگای همیرا رو میخونه، به جای این حرفایی که 36 سال 37 سال زدیم و به جایی نرسیدیم. بدون اشتراک ماهیانه یا سالانه و پستم رایگان 4K. اینو توجه کنید دوستان، تلویزیونای جدید از اون 1280 و فلان هرچی بود رفته بالاتر، روی 4000 هست، اولترا اچ دی. اینه که بهتون گفتن این باکس جدیده، باکس های قدیمی رو بهتون غالب نمی کنن مثل بعضی از تلویزیون ها یا بعضی از این دوستانی که این باکس ها رو می فروشن. باکس جدیده و خود باکس می بینید مثلا رمش 1 گیگابایت، بعد یعنی بافرینگ نمیخواد بکنی، بی سیم وصل میشه به اینترنتتون، این وای فای یعنی همین. خب دوستان اینی که گفتم، من باید برم و بیام، پس با ما باشید. شعرهای آقای یدالله طارمی رو بشنوید، من چند دقیقه دیگه با شما خواهم بود. این از این. و دوستان فیسبوکی هم چند دقیقه دیگه چک کنید، اون ویدیوی بالاتری رو بزنید، با شما خواهم بود. ساعت 3 هم با آقای دکتر نصر احمدی خواهیم بود از کالیفرنیا، با ما باشید. آروم آروم اومدم دنبال تو تا دم خونه، کفتر عشق پروندم تو بیاد تو آسونه، هی نشستم تو بازم از خونتون بیای بیرون، بگم دلم چجوری دم رو میگیره بوند. میدونی چیشای سیاه آتیش به جون من زده، میدونی شمع وجودت منی کرده پرگونت، وقتی هی تابش میدی قند تو دلم آب میکنن، نقل زلفات میگن که امرو ریختش رو شوند، تو میگم مقبولی پشت چشت نازک میکنی، هم بالای این حرکتاتی که شدم من دیوند، هیچی هایی که من میگم تارمی دل خوش کنه که آخرش این دردونو نمیشه چراغ کاشونه. Thank you.
میگمش تو دیگه به هم مر نمیذاری؟ میگه نوچ من مثل پیشترا دوست نمیداری؟ میگه نوچ میگمش اگر بیام دم خونه دروا نمکنی؟ گوش به حرفم نمیدی؟ تاب نمیاری؟ میگه نوچ میگمش چرک زنون خودم تو گل میپل کنم دیگه راضیت میکنه گریه و زاری؟ میگه نوچ میگمش همه چی تموم شد حالا من کارم بله یعنی اصلا تو نداری سر یاری؟ میگه نوچ میگمش نمشه بگی قهرشم و سر چی چیه؟ یا میشه آمو زبونت نم کنه یاری؟ میگه نوچ میگمش تو که تو دلت مهر و محبت نداری نمیخوای از دیگرون بکنی وواری؟ میگه نوچ میگمش نفس بودم بالای افادوی که داری به دلم هرچی میگم دوستش میداری؟ میگه نوچ میگمش راست شه بگو دوستم میداری؟ میگه بوی ها میگمش اگر بخوام پا پیش میداری؟ میگه بوی ها میگمش قول و قرار به کسی نداری؟ میگه بوی نه میگمش نفس بیام به خواستگاری؟ میگه بوی ها میگمش اگر نند یه دهن پر گفت نمیخویمش میکنی رو حرف و قول پافشاری؟ میگه بوی ها میگمش آقاد چطور؟ اگر اومم باز بگه نه خیر میتونی تو رو آقاتم دلیل بیاری؟ میگه بوی ها میگمش اگر نخواستن من و تو به هم برسیم تو برای من میکنی گریه و زاری؟ میگه بوی ها میگمش تو قوم خیشا کسی هست که ایچیا شد بکنه تو روز مبادا تو رو یاری؟ میگه بوی ها میگمش با یه همه اوضاع اگه اتفاقی افتاد یعنی ترکم میکنی روزی روزگاری؟ میگه بوی ها میگمش نفس بذار اینا رو از دلم بپرسم ببینم با یه همه حسنایی که تو داری؟ میگه بوی ها این خونه شهری که ساختی کاکو جون برم بونش قاطق شوری که پختی ببیشین بلم بونش این تدارکی که دیدی و یه آجیلایی که استدی امزاج ما نساخت تو خودت بکرشونش این قبای عشقی که دوختی به تنت زار میزنه بجرون فرش بکن یا یه گوشه بیاوزونش دیگه ما آموخته هستیم صدامون در نمیاد دل ما را هر چی خواستی بسوزون بچرزونش هیچه از قصه دلم تار و متارش بسیده تو میخوای بگیر تو مشته بچلون بچور کنش اما ای داشته باشیش یه رو به دردت میخوره اغزهی نترسونش نلرزونش نورشونش میشه یه جور دیگم و ای دل ما تابو کنی بیا یه ذره وفا کن نه همش بچر کنش گفت به هم این مشتی خیلی ناتوه آخرش یه رو چلنجت میجوه خیلی راحت سر تشیره میمالی ای بگه مشته بدون که رو روه گفتمش یواش بگو تو نشنفه میحالیت نیست که طرف تو را روه گفت بفهم میدارم دروغ میگم گل ظاهرش نخور همش دوه گفتمش نه آمو ای تو نیست که میگی
این بچه هاجر رضای هناسوه، بابا یه شهری اینا رو میشناسن، این چیار گوش نکن اینا چوه. میدونم درسته یه زی چاخانه، اما حرفایی که زدی همش خوب. گفت چطور شده بالاداریش در میاد؟ تو ای جورا نبودی تهر نوه. گفتمش هرچی میخوای بند رو هم، تو یخت واسه من و او نمسه. گفت میباس اینهو مجنون بشی. گفتم رو چی شد؟ گفت میباس ایلون و ویلون بشی. گفتم رو چی شد؟ گفت میباس صبح تو پسین انگو دیونا تو کوچا، پیش رو مردم لوت و اوریون بشی. گفتم رو چی شد؟ گفت میباس ای که بچام دور تو دستک بزنن، نشه یه دفعه پشیمون بشی. گفتم رو چی شد؟ گفت میباز طالب ما هستی اگر از دل و جون آیه وایه تو بیابون بشی. گفتم رو چی شد؟ گفت میباز پای پسی اقت بدوی ای بر او بر، تو که از خستگی داغون بشی. گفتم رو چی شد؟ وقتی دید تو عشق ما شیل پیله نیست، با خنده گفت نمیخواد خیلی هراسون بشی. گفتم رو چی شد؟ از ما که گذشت آمو تو نباسی تو میکردی، یه حب و نگاهت دل ما رو او میکردی. رسمش این نبود نباز که یه دفعه نقافل و اون آز و اداهات روز مار شو میکردی. اول تو باید قایم مشک بازی میکردی، آروم میمدی یه جوری مار خو میکردی. مار دنبالت با یه اشاره میکشندی، وای میستدی وقتی میمدیم تو رو میکردی. بعد یواش یواش هی به همون ناز بفروختی، یه دفعه نگاهت تو چیشم ولو میکرد. وقتی که همه حواسم به هم میریختی، راحت میزدی خونه دلم چپو میکردی. حال ماره تو بعد آتیش بجون کردی و رفتی، کاش که میمدی به جای ایتو اتو میکردی. درد مار تو مداوا میکنی؟ ها یا نه؟ یه دوای واسش مهیا میکنی؟ ها یا نه؟ میخوام ای چیا بشه دلم بیارم پیش تو، ای بیاد تو خوب بهش تا میکنی؟ ها یا نه؟ ای برای آشتی بخواد جونش نثارت بکنه، تو ترش از اون نگاه ها میکنی؟ ها یا نه؟ دل ما تنه شده کسر نداره غیر تو، تو بهش یه عرض مدارا میکنی؟ ها یا نه؟ شنیدم گفتی میخوای قال قضیه رو بکنی، راست بگو کارمون رو را میکنی؟ ها یا نه؟ گفتی ای کاری بکنم فقط واسه خاطرتان، واقعا این کار واسه ما میکنی؟ ها یا نه؟ درد ما هم ای چیان درد بی درمونی که نیست، تو ای جور چیان مداوا میکنی؟ ها یا نه؟ هی نپرس ازم چته، خودت که دردم میدونی، تو همه چیای منی از وجناتم میخونی. دیگه من خسته شدم یه عرض تو هم کتا بیو، بسی یه بارم شده بیا به دلم تو را بیو.
میدونم این رسمشه، هرچی که زود به دست میاد قدر قیمت نداره، فکر میکنن که پس میاد. ای کاسه ای تلام باشه، وقتی دیدن مفتکیه واسهشون بی ارزش و نکبتی و تفتکیه. اما یه کوار شکسته ای که باقا آده میفروشن میذارن بالای رف و بهش افاده میفروشن. حالا ما برای تو مفتیم، باشه خارمون بکن. ما به چنگت افتادیم تا میتونی بارمون بکن. حق داری، نبایدم تو دیگه به هم نگاه کنی، گوش به خواهشون بدی، به حرفم اعتنا کنی. اما باز یادت باشه که عشق من سرسری نیست. این حکایتی که من برد میگم دروری نیست. این درسته که دلم رفته برای نگاه تو، یو ای تو شدم دیونه او چیشوی سیاه تو. اما ای چیا بشه همه رو فراموش میکنم، رو دلم پا میذارم، آتیش خاموش میکنم. کاکو تقصیر خودمه، خیلی بهت بها دادم، تو خونه خراب قلبم تو رو مفتی را دادم. دل من اگر ای تو بنده فرمون نمیشد، به خدا به ای زودیا ایجوری داغون نمیشد. ای منم هم او روزا پشتم را کرده بودم، این او حال خودم مست سیاه کرد. عاقبت اومد به یه قشنگی، خوشکل اینهو عروس فرنگی، صاف و ساده مثل یه فرشته، نه اتم اتم نه دنگ و پنگی. ای چه وعدم اون بود زیر قرآن، رفتیم بالاتر به چشم زنگی. ای که اونجا بود مساجی پیروز، با او ریخت لباس الپلنگی. رودار غزلک میخوند و میمد، دستک میزد و داری زنگی. یه مش بچه تنگ با تنگ میکردن، دورش اینهو خروس جنگی. اوزید به پاچن یه هو دلشمه، یه لاف گدای چورتی و بنگی. دستش کشیدم تو بود روزیم ما، افتادیم توی راهاب تنگی. دلخور شد و داد من دم انده، گفتم تو همش باعث ننگی. گفتم حالا دلگیر نشه از ما، گفت تو لایق سرت جفنگی. آخر بلمون کرد و گذاشت رفت، باعثش چی بود؟ چارت مفنگی. با او حال و روز و با او همه اوصاف، حالا از اون میپرسید چرا منگی؟ دیروز دیدمش، پشتم را کردم و رفت. یعنی نم بینم روم او برا کردم و رفت. انگار که نه انگار، ای اوه مثل غریبا، یه از اون نگاهوی گذرا کردم و رفت. هی خودش به هم آلای میکرد، بلکه حالی میشه، من دستی نگوی سر گذرا کردم و رفت. خواستم که بهش بفهمونم پر دلم نیست، یه جوری خودم قاطی پسرا کردم و رفتم. می تو کی باید وایستم و التماس کنم من، دیگه پشت به همه درد سرا کردم و رفتم. آسونم نبود، یه جور چیا کار همه کس نیست، ترک عشق و دوستی رو به سرا کردم و رفتم. اما هیچ که نفهمید تو دلم چه ولولویی بود، هم دیدم که من پشتم را کردم و رفتم. گفتم از تیر نگات حذر کن، هر جا پیدات میشه روم او بردار. اما دل حالیش نبود، میخواست داره،
نمتونستم او رو دست به سر کنم. آخرش ما رو کشون دنبال تو، نگذاشت که فکر خیر و شر کنم. میدونستم که قصر در نمیره، میمی شد که از سرش بدر کنم. اگرم ولش میکردم که میباس، خودم منتر سر گذر کنم. اما بد جوری حلم داد تو هچه، میامون داد که کسی رو خبر کنم. با یه ناخواسته میرفتم تو آتیش، نم میشد خیال خوشکتر کنم. حالا ما موندیم و یه دل دیونه، تو بگو چه خاک من به سر کنم. یار خوش هیکل سبزه نمکی، رو ترش کرده واسه من علکی. بی جهت وایساده بختون میزنی، میگتم تا اهل دوز و کلکی. میدونم که دست گل به آب داده، که شدم ایجوری پیش او تفتکی. کار یه اوبیلیقون خورده یه، یه حسود خل شرطی شبکی، که اگر گیرش بیارم میگمش تو فقط لایق فوش و کتکی. گیرم هم اویه چیای گفته باشی، این میباس قبول میکرد راست رسکی. نکنه یه چیزی رو سر خودشه، داره یه کاری میکنه زیر زیرکی. امروه هر طوری شده بهش میگم عاشقی میمیشه الله بختکی. فکر نکن وقتی ازم قهر میکنی میشینم زار میزنم پهنومکی. من دست کم نگیر، ای جوری نیست که بشم پابند عشق و آبکی. خانومم هزارونا خواهونشن، ایموبای خوشگل فلفل نمکی. اغزه نقنق و قمقم کرده که دلو. خب دوستان عزیز، عذر میخوام ازتون، ولی بعضی وقتا هر کاری ما میکنیم که این برنامه رو بذاریم موقعی که آزاد هستیم و اینا نمیشه و مجبور بودیم. در هر صورت حالا ممکنه چند دقیقه دیگه هم باز مجبور بشم که برنامه رو قطع کنم، ولی به کارمون میرسیم. سعی میکنم راجع به ایرانیان آی پی تی وی با خودشون صحبت کنم و اطلاعاتشون هم بگیریم. ما در فروش و اینها اصلا نقشی نداریم، شما هستید و اونها خودشون. ولی چون شما دوستان سوال کرده بودید که آیا تلویزیون مردم رو میشه روی تلویزیون هم ببینیم، بله میتونید با این باکس یا تلویزیون های جدید سمارت تی وی شما میتونید از طریق براوزر و اینترنت و اینها ببینید. یکم باید یاد بگیرید، تنبلی رو کنار بذارین و اینکه من بلد نیستم و سنم زیاد و اینها رو باید کنار گذاشت. دیروز با یه دوستی صحبت میکردم، گفت آقا ماشاءالله شما خیلی بلدی ها. گفتم نشون میده خیلی مشکل داشتم، هی اشکال پیش آمده، هی رفتم یاد گرفتم، بعدم هی دیدم اگر خودم یاد نگیرم علاف اینو اون میشم، مجبور شدم یاد بگیرم انجام بدم. و نترسید دوستان، آمریکایی‌ها میگن every day is learning day. اجازه بدید همینجا من از نیر خانم باز هم تشکر کنم. نیر خانم عزیز، خواهر گرامی من، عزیزم، من بارها گفتم من بدی شاه رو نمیگم، چون من که باهاش زندگی نکردم ببینم چه بد، چقدر بد بوده چقدر خوب بوده. خوبیشو که تلویزیون های دیگه دارن میگن، اغراق هم میکنن، دروغ هم میگن، من اشکالاشو میگم. میگم این آقا اشکالش این بوده،
حالا شما اگر ایشون چون فوت شده میگین نگیم، خب این که نمیشه. مثلا راجع به هیتلر هم ما نگیم چون فوت شده، راجع به انشتین هم نگیم چون فوت شده، راجع به خمینی هم نگیم چون فوت شده. یه مقداری تحملتون رو بالاتر ببرید و بذارید که به اصطلاح دیگران صحبت کنن، حرف بزنن و آزاد باشن. چون شما اگه هی بخوای به اینا بگی حرف نزنید، اونا هی مقاومتر میشن. بذارید حرفشونو بزنن، یا درست میگن که شما هستید که باید خودتون عوض کنید، یا غلط میگن، مردم میفهمن. یه دوستی آمده بود به نام محمد شاهرخی، پسر جوانیه اگه عکسش قلابی نباشه، و ایشون با دوستانی که روی برنامه آقای مینویی داشتن کل کل میکردن، یه جورایی در افتاده بود و چنان صحبت میکرد که انگار مثلا قبل از این آخوندا دوره شاه ما کشوری داشتیم مثل اروپا، نه نمیدونم تهران پاریس بوده. و میگن بابا جون اینجوری نبوده، خودتون نگاه کنید. گفتن ما 2500 تا مدرسه میخواییم بسازیم. خب لابد مدرسه نداشتیم که میخواستن بسازن. خودتون نگاه کنید، اینا با دست خودشون، با قلم خودشون، با کامپیوتر خودشون مینویسن، تازه نادانسته افتخارم میکنن که آمد آقای هویدا در سیستان و بلوچستان و 4 نفر رو بورسیه بهشون داد که برن، چون اونجا منطقه محرومی بود. آقا چرا منطقه محرومی باشه؟ مگه شما دولت نبود اونجا؟ مگه نباید پول نفت رو به نسبت مساوی برای ترویج و آبادانی همه مردم به کار ببرید؟ اگر نه میشه همین آخوندا هم همین کار رو دارن میکنن، پول نفت رو برای همه استفاده نمیکنن، برای همه مصرف نمیکنن، برای خودشون و فامیل و دوستانشون. و دارید میبینید که اینا هم چجوری گندشون داره بالا میاد. اگر آخوندا زرنگ باشن به این فریادهای مردم، نقنقای مردم توجه میکنن، جلوشو میگیرن از سقوط خودشون، از سقوط مملکت. اگر نه، سرنوشت شاه در انتظار اینها هم هست که نه هیچ کشوری راهشون بده، نه نمیدونم چی دیگه. دیدید شنید. و اما یک عکسی رو من اگه بتونم بهتون نشون بدم که من مدت هاست درباره این آقای حالو به شما هم گفتم، میگم آقا این آقای حالو و دیگران که میان شعر میگن و مردم رو به اصطلاح مشغول میکنن، حقیقتا اینا سوپاپ چیز هستن، سوپاپ آخوند، سوپاپی هستن برای آخوندا. بذارید باز اینو بهتون نشون بدم و ببینیم چی نوشته اینجا. 4-3 یا اصلا سلکت ایریا بفرم. ببینید آقای حالو دیدید تو رادیو تلویزیون‌های مختلف صحبت کرده، زندان میره، زندان میاد، از زندان شعر میگه، قبل از اینکه بره زندان عکس میگیره، شعر میگه. من برای ایشون نوشتم خیلی مؤدب: سلام، اگه وقت داشته باشید مهمان ما باشید تا با بینندگان گفت و شنودی داشته باشید. 4 می براش فرستادم، تا 7 هیچ خبری نشده. بعدش براش نوشتم که فکر کنم شما میدونید که من میخوام از شما انتقاد کنم، به همین جهت از مصاحبه در میروید. خب بالاخره بعد از 3-4 ماه، از می 7 تا اکتبر، می 5 اکتبر 10، بعد از 5 ماه دختر خانم ایشون جواب داده، نوشتن که درود، برای مصاحبه شرایطی لازمه، تا اطلاع بعدی ایشون هیچ مصاحبه انجام نمیدهند. با احترام دختر حالو. منم نوشتم سلام بر شما، ممنونم که پاسخ دادید. از قول من به ایشان سلام برسونید. من یکی از مخالفین ایشان هستم. فکر میکنم ایشان بازیچه آخوندها شده و در حقیقت سوپاپی شده که مردم را سرگرم کرده. هر وقت شرایط برای ایشان خوب بود من در خدمت هستم، به امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر. خب دوستانی برای من گفتن که خیلی ممنون، شما مچ اینا رو باز میکنید اینها. والا نمیدونم این بند خداها شایدم نادانسته این کارا رو انجام میدن که اونو باید دید. خب ماجرای انتخابات، گویا 11 روز 12 روز دیگه اصلا برای من مهم نیست، چون من رأی نخواهم داد توی این انتخابات جدیدی که به اصطلاح 8 نوامبر هست. ولی خب کارتون ها و عکسایی که میاد نشون شما میدم تا شما لذت ببرید. این
میدونید که اینجا به سطل آشغالی های بزرگ میگن دامپستر، بعد این ترامپ بهش میگن ترامپستر، چون انگار سطل آشغالی که باز میشه بوگن میده، اینم دهنشو که باز میکنه، میبینید دهنشو که باز میکنه جرم و آشغال و اینها ازش میاد بیرون. اینم از این. و برگردیم به استودیوی جهانی خودمون و ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. آها، این یکی که شما هم میتوانید از تلفن برنامه های ما رو بشنوید، شمارش هم براتون نشون میدم. اینجا تکرار میکنم، آمریکا اگه باشید یا از جایی باشید که تماس با آمریکا براتون ساده و ارزون هست، ایریا کد 515 یا 515 605 95 31. اونایی که تلفن انگلستان براشون ارزون تر میشه 033-201-098-88. اینم از این. و ما سعی خودمون رو میکنیم، شما هم لطف کنید حمایت کنید از تلویزیون مردم تا این به اصطلاح صدا یا این بلنگو رو باز بذاریم. اینجا هم من این خانمه که هم هنرپیشه هست هم کمدین هست و هم خواننده هست، بت میلر، خیلی هم من دوستش دارم چون خیلی داون تو ارت، خیلی خاکیه، و ایشون گفته که the best election commentary، میگه که بهترین چیزی که تا حالا شنیدم این از این خانم نقل قول کردن. I haven't left my house in days، میگه من روزهای زیادی است که از خونه بیرون نرفتم، نیوز رو تماشا میکنم و insanity، این insanity یعنی اینجا اشتباه نوشتن، نوشته insanity هم چیزی، خلاصه نوشته این دیوونه بازی و اینا رو نگاه میکنم. بعدش هم میگه election either where we are getting fucked، این کلمه fucked یعنی ببخشید دهنمون رو سرویس کردن، زدن زندگیمون رو خراب کردن، این انتخابات هم هیچ فایده ای نداره. من با ایشون 100% موافقم و به همین دلیل به هیچ کدومشون رأی نخواهم داد. و اما بیاین بریم توی عشق و حال و زندگی و صفا. چند تا از من و شما دوستان دلمون میخواد ما اینجوری زندگی میکردیم، ساده، یه چپقی هم توی صحرا توی این گلا میکشیدیم، اینجوری هم همسرمون ما رو دوست میداشت، ما هم همسرمون رو دوست میداشتیم. واقعا چند تا آرزو همه اون مگه نیست؟ خب این که خیلی ساده است، میتونیم اینجوری باشیم. اینم از این تقدیم به شماها. ببینم دیگه براتون چی دارم. آها، از طرفی اینایی که جدا میشن از هم بچه ها رو میندازن اون وسط، این کاریکاتور خیلی قشنگی هست که نشون میده حالا که اینا جدا شدن، یکیشون این ور صخره یکیشون اون ور صخره، بیچاره این بچه بهش تاب میگفتن، اینجا سیسا بهش میگن، سوینگ بهش میگن، نمیدونم. در صورت این بچه اینجوریه، یه سینه این هولش میده اون ور، یه سینه اون هولش میده اون ور، و هر آن خطر این که توی این دره بیفته. حالا این دره ممکنه دره اعتیاد، دره جنایت و هزار خطر دیگه باشه. و اما آهان، بیایم سراغ اپوزیسیون، اونم اپوزیسیون قمپوزیسیون بدبخت عقب افتاده. ببینید الان آقای لاجوردی و دوستانش میخوان برن ببینن که دردشون چیه. آقا دردتون اینه، شما نگاه کنید اون احمقی که اومده این تابلو رو عوض کرده، شما ببینید اگر روی پارچه یه چیزی بنویسن، خب این خط، من بارها اینو بهتون نشون دادم، این خط بالا که با این موازیه، حالا بیان خط پایین رو نگاه کنید، کم آورده. این میبینید اینجوری کم آوردن، این فهم، شعور، به اصطلاح دانش اینا رو نشون میده. اینا خودشون رو با ما نمیخوایم بگیم اینا خوندا خوبن یا بدن، اینا همشون بدن، اینا برای فرار از سربازی، برای اینکه گداگشنه هستن، کار ندارن، از ده بیشتر آمدن، توی حوزه‌های علمیه قوم حقوق مجانی میخورن، اینجوری اومدن طلبه شدن، اینو میدونیم. ولی آخه تویی که اینو مینویسی هدفت چیه؟ الان اینو که مینویسی ما همه بلند میشیم میریم تو خیابون انقلاب میکنیم؟ الان امروز هفتم آبان مثل که روز کوروش، حالا ببینیم چند تا روز کوروش آمد و رفت و شماها چی کار کردید. ضمناً آقای سهراب چمنارا به آقای نصر احمدی خوش آمد گفتن،
دوباره توی برنامه های تلویزیون و یک نوشته هم نوشتن که من اونو تو برنامه آقای نصر احمدی خواهم خوند، درباره اینکه چرا جشن 2500 ساله گرفتی، چرا 10000 ساله نه، چرا 7000 ساله نه. خیلی قشنگ نوشتن، خانم نیر هم از ایشون تشکر کرده بود. خب این در رابطه با به اصطلاح دست درازی هایی که ترامپ به زنها کرده در سالهای گذشته، این کاریکاتور رو کشیدن و نوشته که Don't worry sweetheart I'm a tremendous star. این کلمه tremendous خیلی استفاده میکنه، اینا هم تو این چی کردن، میگه ببینید حتی دست توی پاچه مجسمه آزادی کرده، بعدم بهش گفته نگران نباش عزیزم، من خیلی آدم معروف و مشهوری هستم، استار هستم، یعنی همه باید از من حساب ببرن، ولی این کاریکاتوره خیلی خوبه. اتفاقا اینو پیشنهاد میکنم به خانم‌ها که یه تکنیک خیلی ساده است ولی کارساز، اگه یه جایی مورد حمله قرار گرفتید و اینها، این تکنیک رو به کار ببرید. ببینید که کلاگیس آقای ترامپ از کلش پریده، کلاگیس نیست ولی موهاشو از این ورش شونه میکنه اون ور و دو دستی اون با اون دستای کوچیکش، نمیدونم اون جای کوچیکش رو داره محافظت میکنه. بمانه. اینم از امروز ما جمعه. ببینم اینجا براتون چی نوشتم. دکتر نصر احمدی سه بعد از ظهر، iranianiptv.com حتما باشون تماس بگیرید در قسمت سلز. و داشتم میگفتم دیروز که از دوستانی که تماس گرفت و گفت تلویزیون شما قبلا کار میکرده حالا کار نمیکنه، گفتیم خب چی کار کردی؟ درست این انقلاب، دیروز چه کار کردی که امروز کار نمیکنه؟ ایشون گفت که یه برنامه رو از کامپیوترم برداشتم. گفتم آها، ببینید حالا باید برگردی بری سه روز قبل، یعنی الان اگه میخواین ایران درست بشه باید برید قبل از پهلوی از نو شروع کنید. قانون اساسی داشتین، اتفاق آقای نصر احمدی میان راجع به قانون اساسی صحبت میکنن، قانون اساسی داشتین، قانون اساسی چند تا داریم، اجراش مهمه. اگر این دوستان میخوان کاری کنن، به نظر من باید برن دنبال این که ما چگونه این رو اجرا کنیم. این هم از این ماجرا. بازم از یکایکتون ممنون و متشکرم. و ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر نصر احمدی خواهم بود، ساعت 4 بعد از ظهر ویدیوی آقای حسن ارشاد رو پخش میکنیم. امروز 12 ظهر 11:30 شروع کردیم کانون آوا رو، 3 تا ویدیو بهتون نشون دادیم که امیدوارم به اصطلاح فکر کنید در موردش، و اگر سوالی دارید با کانون آوا تماس بگیرید. و اینها درست برعکس سازمان مجاهدین، همیشه به اصطلاح در رو باز گذاشتن برای سوال، برای نظر و الی آخر. و اما یک هفته‌نامه‌ای هست، هفته‌نامه بلوگ گفتگوهای زندان، بعد نوشته اخبار کارگری از 22 تا 28 مهر ماه. دوستان اگر هر کدوم از شما جزو حزب کمونیست کارگری، حزب کارگران، کارگر هستید، من مایلم با شما صحبت کنم. دیدید آقای اوسانلو ایران کارگر بوده، همچین که اومد تو قسمت فعالیت ها و تظاهرات و اینها دیگه الان کاری انجام نمیده. یعنی این کارگرا اگر عوض بشن، بیان بشن مسئول، میشن مثل همین سیاست مدارا و احتمالاً باید همین پدرسوختگی‌ها هم داشته باشن. و اما ممنونم از خانم شایسته الهامی که باز مقاله جدیدشون رو برای ما فرستادن، اگه بتونم نشون میدم اگه وقت داشته باشم. و درباره یک خانمی به نام مریم منصف، وزیر کانادایی که برای زیارت به ایران رفته بوده، نوشته بودن قبلا، اگه اشتباه نکنم ایشون قبلا هم درباره این خانم نوشته بود، حتی با یکی از نشریه‌های ایرانی کانادا به اصطلاح با مشکل برخورد کردن، چون گویا اون نشریه هم یه جورایی طرفدار همین آخونده و به اصطلاح اینایی هست که رفته آمدهای هاش 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 هاش، اینجا یعنی یواشکی. مریم منصف وزیر کانادایی، این تاریخ انتشارش اکتبر 2016 است،
یعنی 7 آبان همین امروز برای زیارت به ایران آمده بودم. نوشته که هدف از این سفرها رفتن به افغانستان برای حضور بر سر مزار پدر خانم منصف اعلام شده بود که البته با توجه به ناامنی ها مسافر داستان ما به مقصد نهاییش نرسیده بود. مریم منصف وزیر افغان تبار کانادا که به خاطر سفرهای متعدد به ایران از سوی مخالفان خود مورد سوال قرار گرفته میگوید برای زیارت به مشهد رفته بوده، در این حین با بستگان خود هم دیداری تازه کرده است. به گزارش فارس، مریم منصف وزیر مؤسسات دموکراتیک کانادا 2 هفته پس از به بحث گذاشتن سفرش به ایران علت این سفر را زیارت اماکن مقدس اعلام کرده. گویا یک سفرم نبوده، یکی دوتا یا بیشتر بوده، فعلا گویا دوتاش معلوم شده. در هر صورت نمیدونم چون من کانادا نیستم، برام مهم نبوده و نیست. و اما امروز اندی و منیجرشون که خواهرش هست یک ویدیوی رو برای من فرستاده که از عروسی به اصطلاح فرایل اند مو میر قهاری صحبت میکنه. میر قهاری ها اگه یادتون باشه اون دکتر اکبر میر قهاری یا خواهرشون دکتر میر قهاری که همسر عارف بود، اینها خیلی فعالن تو جامعه، کمک میکنن اینها. حالا نمیدونم این میر قهاری هم مو با اونها رابطه داره یا نه، بذارید عکسشون نشون بدیم، تبریک بگیم به این جوانها. چیزی که جالب بود این بود که توی برنامه عروسیشون آقای اوباما تبریکی فرستاده بود برای این دو و بهشون گفته بود فکر کنم خانومه توی وایت هاوس کار میکنه، گفته بود که ببخشید دوستان اونجا صدا زیاد میاد، خلاصه بهش گفته بود که ببین مواظب باش این برای ما کار میکنه و منم حامی و مدافعش هستم. در هر صورت من بهشون تبریک میگم، امیدوارم هر جوانی که ازدواج میکنه با شادی، خوشحالی و سعادت و به قول معروف به زودی زنگوله پا میگفتن اینها رو هم ببینیم، بچه های سالم و خندان. این هم از این. و اندی هم توی مهمونیشون سنگ تموم گذاشته توی عروسیشون. و اما رأی دادگاه 1.5 دقیقه‌ای شاعر الفبا، گویا یه شعری رو یه شاعری گفته بوده به نام شعر اسم الفبا بوده، ولی دادگاه، حالا نمیدونم این دادگاه انقلاب دادگاه چیه، بابا انقلاب 38 سال پیش شد و تموم شد، هیچ چیزی هم که گفتید به مردم عمل نکردید. میگه که 1.5 سال زندان تعزیزی برای سرودن شعری با عنوان الفبا، در همین قوه قضاییه آلوده و گندابه فساد تباهی، پس فطرات و آلودگانی، پس فطرتانی چون سعید طوسی و سردار محمد باقر قالیباف، و میدونید که الان گند شهرداری قالیباف و گند اون ماجرای اون قاری قرآنی که با بچه ها یا با پسرا رابطه داشته در اومده، و اونا هم جالبه میگن اگه ما رو رو کنین، دست ما رو رو کنین، ما 100 تای دیگر رو با خودمون میبریم پایین. درست مثل همین دونالد ترامپ و ماجرای آمریکا که هر کدومشون یه اشکالی دارن میگن. میدونید حتی مارک روبیو گفت که خیلی خوشحال نباشه که این ایمیلای دموکرات ها الان اومده بیرون، فردا ایمیلای ما رو میارن بیرون. یعنی چی؟ یعنی خود اینم میدونه. من اینها رو سعی میکنم دوشنبه باهاتون بیشتر صحبت کنم، امروز همین به علت این یه دوتا کار امرجنسی که پیش اومده، و هم به خاطر اینکه ساعت 3 بعد از ظهر یعنی 10 دقیقه دیگه قرار است با آقای دکتر نصر احمدی باشیم، یک کمی میبینید که من به اصطلاح عجله دارم و عیبی هم نداره. بله این خانم قسمت انگلیسی هم باز جاهای مختلف دربارش نوشته بودن، همین خانم مریم منصف. حالا اگر فرصتی بشه خانم شایسته الهامی خیلی گرفتار هستن و مشغول نوشتن و اینها، و من جایی ندیدم یا نشدیدم که مصاحبه رادیویی داشته باشن یا تلویزیونی داشته باشن. حالا اگر لطف کنن یه وقتی که وقت داشته باشن پیامی بذارن برای ما در این مورد صحبت کنن، من واقعا ممنون و متشکر میشم. و اما درباره سوریه این
اسم شهری رو که میگن آلپا یا همه چیزی که منوش اون آقا هم اسم بلد نبود کجا هست، این فکر کنم همون شهر حلب خودمونه، سوریه میگفتیم دمشق و حلب و اینها، این فکر کنم همون حلب باشه. در صورت اینجا میگه این هم سناتور جمهوری خواه آمریکا از ویرجینیا ریچارد بلک که خودش به بازدید دمشق و حماس رفت، این همسه فکر کنم این حماس نیست، رفت و گزارش میداد که آنچه در سوریه بود هرگز بهار عرب یا خیزش صلح آمیز مردمی نبود که یک عملیات مشترک با برنامه ریزی مستقیم CIA و MI6 و با کمک عربستان سعودی و ترکیه و با رهبری اخوان المسلمین بود. او میگوید مردان مسلحی که توسط آمریکا، فرانسه، انگلیس، ناتو، اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج حمایت میشوند در حال ویران کردن یک تمدن هستند. آنها مصمم بر تخریب این یک دولت سکولار در خاورمیانه باعث ویرانی در سراسر منطقه شدند. ویدیوشو من دیدم، جالبه، اگه کسی میخواد خودش گوگل کنه پیدا کنه، اگر پیدا نکردین با من تماس بگیرید تا یکی دو روز آینده براتون پیدا میکنه. میگن که آش چقدر شور بود که خود آشپز هم صداش در آمد. یادتونه که همیشه موضوع انشا به ما میگفتن علم بهتر است یا ثروت، همه ما هم با وجودی که عاشق ثروت بودیم به دروغ میگفتیم البته که علم بهتر است، تا رسید به آقای صمد آقا، صمد آقا حقیقت رو گفت. علم بهتر است یا ثروت رو اگه ندیدید فیلمای صمد رو ببینید، فیلمای مثل فیلم صمد، فیلمای مثل اون داستان مال بیژن مفید، شهر قصه، شهر قصه، اینا رو الان که میبینید میبینید ای بابا ما اون موقع چی میفهمیدیم حالا چی میفهمیم ازش. اینجا ببینید این کارتون مال محمد کارگر هست و نشریه یا روزنامه فارس نیوز ایجنسی که اگه اشتباه نکنم این فارس نیوز ایجنسی نشریه ارگان سپاه پاسداران هست، نوشته به نام خدا موضوع انشاء علم بهتر است یا سرقت، و توی کله اون فرهنگی که داره اشکم میریزه نوشته اختلاس از فرهنگیان، و میدونید ماجرای اختلاس و این معاملات شهرداری و اینها گندش خیلی بالا اومده و خودشون هم الان میگن که باید درستش کنیم و پولها رو پس بدیم و اینو آن. وقتی که این نوشته بین من و آقای حالو یا دخترشون، دیگه این روزا هر کسی یه منشی داره یه دفتر دستکی داره جز ما، گفتم بهتون یه نفر یه دفت به من گفت آقا این پسرت هم مثل خود دماغش زشت، خیلی دماغش گنده است. گفتم ما همه کارامون رو خودمون انجام میدیم، شماها یکتون شبیه باغبون هستی، یکتون شبیه نمیدونم چی بگم، والله خجالتم نمیکشن که مجبور میکنن آدمه، نه یه خانم طرفدار پادشاهی بود که اینو گفت. منم فوری بهش گفتم، گفتم شما یا شبیه باغبونتون هستی یا شبیه رانندتون هستی یا شبیه گمشتتون هستی، بچه هاتون یا خود شما، شبیه باباتون نیست. دوستان لطفا دعوت مردم تیوی آقای سربی از آقای حالو و جناب آقای حالو و دختر ایشان را پاسخ اونها را بخوانید. شما هم اگر نظری داشته باشید می توانید در برنامه ایشان شرکت کنید. با تشکر شایسته الهامی. من ممنونم از شما که این لطف رو کردید، ممنونم از دوستان شما. و اما اون نوشته ای رو که براتون گفتم که اول نوامبر در نشریه پیوند چاپ میشه به این صورت هست که خانم شایسته الهامی 19 اکتبر، ببخشید این مقاله را نوشتن در رابطه با 19 اکتبر سال گذشته، حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو از طرف مردم به ستوه آمد، از طرف مردم به ستوه آمده از حزب محافظه‌کار به رهبری هارپر روی کار آمد. ترودو این جوونی که امیدم بهش بود در مبارزات انتخاباتی قول‌های زیادی داد از جمله ریفرم قانون انتخاباتی و حقوق بومیان، مسائل رفاهی سربازان، برگرداندن پست. و دوستان من باید برم، ببخشید، سعی میکنم به موقع برگردم برای دکتر نصر احمدی و دوستان فیسبوکی هم دوباره باید اون ویدیوی سوم رو نگاه کنن. عذر میخوام ازتون ولی نمیتونستم این کار رو به فردا محول کنم، پس با ما باشید.
آروم آروم اومدم دنبال تو تا دم خونه، کفتر عشق پروندم تو بیاد تو آسونه، هی نشستم تو بازم از خونتون بیای بیرون، بگم دلم چجوری دم رو میگیره بوند. میدونی چیشای سیاه آتیش به جون من زدی، میدونی شمع وجودت من کرده پرگونت، وقتی هی تابش میدی قند تو دلم آب میکنن، نقل زلفات میگن که امرو ریختش روشوند. تو میگم مقبولی پشت چشت نازک میکنی، هم بالای این حرکتاتی که شدم من دیونم، هیچی هایی که من میگم تارومی دل خوش کنه که آخرش این دردونو نمیشه چراغ کاشونه. میگمش تو دیگه به هم مر نمیذاری؟ میگه نوچ. من مثل پیشترا دوست نمیداری؟ میگه نوچ. میگمش اگر بیام دم خونه دروا نمکنی؟ گوش به حرفم نمیدی؟ تاب نمیاری؟ میگه نوچ. میگمش چرک زنون خودم تو گل میپل کنم، دیگه راضیت میکنه گریه وزاری؟ میگه نوچ. میگمش همه چی تموم شد، حالا من کارم بله، یعنی اصلا تو نداری سر یاری؟ میگه نوچ. میگمش نمیشه بگی قهر شما سر چی چیه؟ یا میشه آمو زبونت نم کنه یاری؟ میگه نوچ. میگمش تو که تو دلت مهر و محبت نداری، نمیخوای از دیگرون بکنی وواری؟ میگه نوچ. میگمش نفس بودم بالای افادوی که داری، به دلم هرچی میگم دوستش میداری؟ میگه نوچ. میگمش راست شه بگو دوستم میداری؟ میگه بوی ها. میگمش اگر بخوام پا پیش میداری؟ میگه بوی ها. میگمش قول و قرار به کسی نداری؟ میگه بوی نه. میگمش نفس بیام به خواستگاری؟ میگه بوی ها. میگمش اگر نند یه دهنه پر گفت نمیخویمش، میکنی رو حرف و قولت پا فشاری؟ میگه بوی ها. میگمش آقاد چطور؟ اگر اوم باز بگه نه خیر، میتونی تو رو آقاتم دلیل بیاری؟ میگه بوی ها. میگمش اگر نخواستن من و تو به هم برسیم، تو برای من میکنی گریه و زاری؟ میگه بوی ها. میگمش تو قوم خیشا کسی هست که ای چیا شد بکنه تو روز مبادا تو رو یاری؟ میگه بوی ها. میگمش با یه همه اوضاع اگه اتفاقی افتاد، یعنی ترکم میکنی روزی روزگاری؟ میگه بوی ها. میگمش نفس بذار اینا رو از دلم بپرسم، ببینم با یه همه حسنایی که تو داری. میگه بوی ها. این خونه شهری که ساختی کاکو جون برم بونش، قاطق شوری که پختی ببیشین بلم بونش، این تدارکی که دیدی و این آجیلایی که استدی به مزاج ما نساخت، تو خودت بکرشونش، این قبای عشقی که دوختی به تنت زار میزنه، بجرون پرش بکن یا یه گوشه بیاوزونش، دیگه ما آموخته هستیم صدامون در نمیاد،
دل ما را هر چه خواستی بسوزون به چزدونش. ای چه از قصه دلم تار و متارش بسیده، تو میخوای بگیر تو مشته به چلون بچور کنش. اما ای داشته باشیش یه رو به دردت میخوره، اغزهی نترسونش نلرزونش نورشونش. میشه یه جور دیگم با ای دل ما تا بکنی، بیا یه ذره وفا کن نه همش به چه کنش. گفت به هم این مشتی خیلی ناتوه، آخرش یه رو چلنجت می جوه، خیلی راحت سر تشیره می مانه، ای بگه مشته بدون که رو رو. گفتمش یواش بگو تو نشنفه، میحالیت نیست که طرف تو را روه. گفت بفهم میدارم دروغ میگم، گل ظاهرش نخور همش دوه. گفتمش نه امو ای تو نیست که میگی، ای بچه حاجر رضای هناسوه، بابا یه شهر اینا رو میشناسم، ای چیار گوش نکن اینا چوه. میدونم درسته یه زی چاخانه، اما حرفایی که زدی همش خوب. گفت چطور شده بالاداریش در میاد؟ تو ای جورا نبودی تر نوه. گفتمش هر چی میخوای بند رو هم، تو یخت واسه من و او نمسه. گفت میباس اینهو مجنون بشی. گفتم رو چی شد؟ گفت میباس ایلون و ویلون بشی. گفتم رو چی شد؟ گفت میباس صبح تو پسین انگو دیونا تو کوچا، پیش رو مردم لوت و اوریون بشی. گفتم رو چی شد؟ گفت میباس ای که بچام دور تو دستک بزنن، نشه یه دفعه پشیمون بشی. گفتم رو چی شد؟ گفت میباز طالب ما هستی اگر از دل و جون آیه وایه تو بیابون بشی. گفتم رو چی شد؟ گفت میباز پای پسی اقت بدوی ای بر او بر، تو که از خستگی داغون بشی. گفتم رو چی شد؟ وقتی دید تو عشق ما شیلی پیله نیست، با خنده گفت نمیخواد خیلی هراسون بشی. گفتم رو چی شد؟ از ما که گذشت آمو تو نباز ای تو میکردی، یه حب و نگاهت دل ما رو او میکردی. رسمش ای نبود نباز که یه دفعه نقافل و اون آز و اداهات روز مار شو میکردی. اول تو باید قایم موشک بازی میکردی، آروم میمدی یه جوری مار خو میکردی، مار دنبالت با یه اشاره میکشندی، وای میستدی وقتی میمدیم تو رو میکردی. بعد یواش یواش هی به همون ناز بفروختی، یه دفعه نگاهت تو چیشم ولو میکرد. وقتی که همه حواسم به هم میریختی، راحت میزدی خونه دلم چپو میکردی. حال مار تو بعد آتیش بجون کردی و رفتی، کاش که میمدی به جای ایتو اتو میکردی. درد مار تو مداوا میکنی؟ ها یا نه؟ یه دوای واسش مهیا میکنی؟ ها یا نه؟ میخوام ای چیا بشه دلم بیارم پیش تو، ای بیاد تو خوب بهش تا میکنی؟ ها یا نه؟
حیبره آشتی بخواد جونش نثارت بکنه، تو ترش از اون نگاه ها میکنی؟ ها یا نه؟ دل ما تنه شده، کسر نداره غیر تو. تو بهش یه عرض مدارا میکنی؟ ها یا نه؟ شنیدم گفتی میخوای قال قضیه رو بکنی، راست بگو کارمون رو برا میکنی؟ ها یا نه؟ گفتی ای کاری بکنم فقط واسه خاطر تان، واقعا این کار واسه ما میکنی؟ ها یا نه؟ خب بینندگان عزیز با سلام مجدد و امیدوارم که بتونم آقای این صدای تلویزیون رو ببندم، عذر میخوام ازتون. میگم امروز یه مقداری کارهای ما چند تا کار در هم ریخت و ما که معمولا خودمون در هم بر هم هستیم، حالا دیگه وقتی هم یه طوری میشه چه شود. آقای دکتر نصر اصفهانی بالاخره دوستان کمک کردن و فیسبوکی را انداختن با فارسی، اگر بنویسید دکتر نصر اصفهانی میتونید توی فیسبوک ایشون نظر بدید، باشون تماس بگیرید و الی آخر. شماره تلفنی که دارن الان خودشون هم زنگ زدن 818-201-57 که سال انقلاب تو ایران، 79 که سال انقلاب تو خارج، پس شد 818-201-57-79. بریم به کالیفرنیا و ببینیم که آقای دکتر نصر احمدی چه میگن برای ما و این چند مدتی که با رادیو تلویزیون ها نبودند چه کار کردن، آیا ایشون میتونه یا تونسته که. آقای نصر احمدی سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم. سلام جناب سوربی عزیز، اول شما چطوره؟ ممنونم، ببخشید چند دقیقه دیر شد، ما اینجا یه اشکالی برام پیش آمده بود که البته امر خیر بود، اشکالی نبود. مثلا من خواستم فقط اطلاع پیدا کنید، حالا چند دقیقه تاخیر مهم نیست. بله بله، دوستان شما خیلی همه خوبن، دوستان خیلی خوشحال بودن، دیدم که روی فیسبوک شما نوشتن که میان، ما هم گفتیم خب به شکرانه این کار شما رو مستقیم روی فیسبوک هم داشته باشیم. ممنونم سوربی عزیز، فرود دوستان همت کردن فرستین بالا زدن از شهر تگزاس، فعلا سه نفر کار جبر رو اندازی میکنن، بسیار عالی، فیسبوک رو راه انداختن و ایمیل رو راه انداختن، وبسایت هم احتمالا میندازن و امیدواریم این دفتر جدبی خارج جبه هم لس آنجلس را بیفته و یه بلندگوی هم پای آفای شما داشته باشیم به همراه شما. ممنونم. و شما هم مدد بگیریم. ممنونم، من هر کاری که از دستم بر بیاد برای شما انجام میدم، بارها گفتم اون مهر شما بر من باشد. رسیده و واقعا سپاسگزارم، حتما از سر ار تشکر میکنم و باور بکنید الان سر ار کنید الان روی ار هستیم. بله روی ار هستیم. ما آقای نصر احمدی هیچ چیزی نداریم، از حالا اعلام میکنم. خیلی ممنون، ما هیچ چیزی نداریم که از دوستان مخفی کنیم، خیلی راحت خودمونی، شما هم که لور هستید دیگه. بله بله، من لورم، از قدیم و ندیم گفتن که لورها و کردها خالصترین نژاد هستن، منطقه بدون پیوستگی نژاد آریا، چون نژاد آریا از بیگانه آمد، از سرزمین بیگانه آمد. اتفاقا آقای ما پیش از آریا بودیم، پیش از نژاد آریا که هخامنشیان هستن و سلسله ماد، ما پیش از اونها بودیم. اتفاقا آقای مینویی چهارشنبه توی برنامهشون راجع به آریایا گفتن، خیلی توضیحات خود من بوده، آقای مینویی از توضیحات خودم میره توضیح میده، قبلا از من میپرسه. آره خیلی قشنگ برنامهشون از من میپرسن، میپرسیدند یعنی تا چهارپنج ماه پیش. آها. مثلا راجع به نژاد آریار، راجع به داریوش، کوروش، پرچم، شیر و خورشید و از این مسائل و از این دست شاهنامه. ولی خب یه اشکال بزرگ داره، نشون گاهی اوقات صفحه دو رو با صفحه چهار عوضی میگیرن، چهار رو میخونن میان صفحه دو رو میخونن، براش من نمیشم قبول نمیکنن این که گفتگوی تلفن داشته باشین. من وقتی براشون میشم و پست میکنم متاسفانه صفحه یک رو میخونن میرن صفحه سه رو میخونن، بعد میرن صفحه دو رو میخونن، بعد میرن صفحه چهار رو میخونن. این عیب بزرگ کاره. چرا؟ این دلایل من ازش دارم. خب حالا امیدوارم که چون ایشون الان تو کانال یکم برنامه دارن، شاید اونجا به اصطلاح فرصتی هم به شما بدن، نمیدونم. و برای من خیلی جالب بود آقای احمدی که پریروز ایشون از من پرسید که آقای سوربی چون چهارم آبان بوده و اینها و نهم آبان هم داره میاد،
از نظر شما اشکالی نداره که من تبریک بگم و من یه دفعه متوجه شدم وای چه سیستم خفقان و سانسوری هست توی تلویزیونای دیگه که این دوستان آقای سوربی اجازه بده که من لور ایلیاتی تصور کنید که از کوه من آوردن و پای تابلوی سوربن و پای تابلوی دانشگاه پاریس یعنی بالاترین اکادمی های روی زمین. من هیچ چیز از این جهان دریوزگی و حقوق بازی و شیادی و شالاتانیزم در نیافتم مطلقا و مطلقا و مطلقا نمیخوام هم دریابم. هدف کار من یک کار اخلاقی هست. من بارها و بارها گفتم تو قانون اساسی هم نوشتم اگر حکومتی قانونی دولتی دستگاهی بر مدار اخلاق نیک نباشه و حتی سیاست معنای سیاست به معنای تنبه و آگاهی خلاف اون که ما ایرانیان میگیم زیباترین درس در دانشگاه سیاست جامعه شناسی است قانونه. اما اینکه بیرون میاد مردم منافعشون با تضاد برخورد میکنه و دوچار تلبون و تذبذب و دورنگی میشن اون هم ریست علاهده اسم منافع هست. اما من حیرانم، من هرگز و هرگز در تاریخ برادکستینگ یا مس مدیا به قول فرانسوی ها من ندیدم اینقدر سانسور و خفقان در تاریخ عرض، نه در جمهوری اسلامی دیدم نه در کشورهای کمونیست دیدم. برای اینکه من میدونید اولین دکترای من جامعه شناسی انقلاب هست، یعنی تنها آدمی در این رشته ایرانی در این رشته هستم. انقلاب هم از کجا آمده؟ از فرانسه آمد، رفت به بلوک شرق و در بلوک شرق گسترش پیدا کرد. از قصد تخصص من در کار انقلاب راجع به اون کشور هست. من هرگز خفقانی رو که در ممالک سوسیالیستی و کمونیستی راست ها و امپریالیست ها تبلیغ میکنن هرگز در تلویزیون به اندازش یک دهمش در تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور من ندیدم. یعنی من اعلام میکنم، اعلام کردم یک بار در تلویزیون فارس آخرین گفتگو که داشتم یه آقای به نام علیرضا میبودی برنامه گذار من بود، با انگشتم از بالا به پایین بزنیز زدم و کوبیدم گفتم سانسور اینجاست، اختناق اینجاست، منظورم نه تنها تلویزیون شما که همه تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور سراسر وحشتناک اختناق دارن. شما پیش خداوند جسیم به راحتی حرفتون میتونید بزنید، اما در تلویزیون ها و رادیو های فارسی زبان برون مرزی مطلقا و مطلقا بویژه علل خصوص تلویزیون های طرفدار خانواده پهلوی مطلقا شما نمیتونید بگید پشت چشم آقای رضا پهلوی ابرو هست. خب ابرو پشت چشمش، ولی اجازه نمیدن شما بگید چون شما در اونها نیستید، بس از اونها نیستید. خب آخه این وحشتناکه عجیب. من 37 سال فریاد میزنم که آقا اگر شما طرفدار راستی جوان مردی مروت حکومت سالم هستید خیلی خوب یه بلندگو بذارید، یه بلندگو این مستقل بذارید همراهی کنید. من یک دنه بچیبم 37 سال خرج کردم. آقای شرمی هر آنچه نمیشه فارسی زبان از اون شنیدید و دیدید من با جیبم دادم تایپ کردم، با جیبم چاپ کردم، با جیبم پست کردم و از خدا پست تقلبی هم به من میدن که به من ضرر مادی بزنن. چندین نفر به من آدرس تقلبی داده، چندین نفر و دوباره در آدرس بعدی باز آدرس گرفتم، باز تقلبی بود، باز آدرس سبو من سنجم گفتم جهنم حرام شباد آباد و به هر حال به دستشون رسوندم. اما فهموندم بهشون که شیادی کار به جایی نمیبرد، حقبازی کار به جایی نمیبرد. تا کی؟ با کجا؟ چقدر عمر؟ چه آیدتون میشه؟ گیرم که فردا این تلویزیون را از شما بگیرن والله سوگند میخورم جاروکاری مکدونالد به این مدیران تلویزیون خارج از کشور آقای صوفی نمیدن. بلد نیستن برن در مغازه بعد از 37 سال سیب زمینی بخرن، زنشون میرن میخرن، زنشون براشون میرن مواد خوراکی میخرن. منو به کجا بردید آقای صوفی؟ نه یادم میاد یه دفعه آقای صوفی همش دروغ. کامپیوتر میذارن زیر پروژکتور از او کامپیوتر میخونن، بعدم کامپیوتر که ببندن نمیدونن راجع به چی گفتن، بعدم پشت سرشون یک کتاب خونه 10,000 کتابی پشت سرشون. والله اگر دو تا از اون کتابا رو خونده باشن، والله اگر شعر حافظ بگن دو بیت از حافظ رو کتاب رو ببندن بلد باشن، اگر بدونن حافظ قرن چندم، حافظ که مال فال خواجه حافظ میگیم، با ساده ترین شعر فارسی رو حافظ میگیم، با ساده ترین مصروعات هم حفظ گفته، بلد جلوشی گفته، قرآن زبر به خانی شاه در روایت گفته، از جان نوکر سلطان روسم هم گفته، بنده سلطان روسم هم گفته، قمر هم گفته، برفش رو زده گفت من همینم.
سعدی که نیست که پیچیده باشه، سعدی نیست که نصیحت الملوک نیست باشه، سعدی نیست که معمار سخن خشت سر خشت گذاشته سخن گفته که همه پیروشن، سعدی نیست که پدر سوسیالیسم اومانیسم بشره. حافظه، حافظه بلد نیستن دو بیتشو بگن. آقای سوربی میفهمم، صبح تا غروب نشستن مولوی میخونن نوار پر میکنن میفروشن، حافظ میخونن پر میکنن میفروشن. آقا حافظ کارش کرده، مولوی کارش کرده، چه کارش داریم دیگه؟ بعدم دلشون خوش میگن افشاگری میکنی. دوست عزیزی، یار عزیزی یه روز تلفنی به من گفت مگر جمهوری اسلامی پنهانکاری داره که آقای رهبرم سیاسی و تلویزیون هم میخوان افشاگری بکنن؟ جمهوری اسلامی که سر چهار راه اعدامشو میکنه، شلاقشو میزنه، کاریش هم توی کار میکنه، در خلوت هم نیست، علنی هم هست، هر کارش قراردادش هم که داد میگه، فوش هم به مخالفانش میده، با امریکا هم چه قرارداد داره میشه، شونش هم میزنه. بنابراین پنهانکاری در جمهوری اسلامی نیست که ما بخوایم افشاگری کنیم. مگر قرار ما چشم آب گرم بکنیم؟ بله. ما باید 37 سال بدونیم چی میخوایم آقای شوربی. بله بله. اجازه بدید آقای عملی. بله اجازه بدید ببخشید که به قول خودتون رفتیم یه جایی که شاید نمیخواستیم و قرار بود که ما بعد از چند مدت که هستیم شما رو داریم ازتون استفاده کنیم درباره این قانون اساسی و اینها، ولی قبلش لازم میدونم چون دوستان خیلی هاشون خوشحال شدن، خیلی ها اینجا تماس گرفتن، روی فیسبوکتون نوشتن، از جمله آقای سهراب چمنارا گفتم و برای شما هم فرستادم که برای خوشامدگویی با آقای دکتر نصر احمدی که روز جمعه 28 اکتبر در تلویزیون مردم درباره قانون اساسی صحبت خواهند کرد، خواستم این مقاله را و خواستم بذارن روی فیسبوک که من براشون گذاشتم. ایشون درباره ما داشتیم راجع به آقای شجاع‌الدین شفا صحبت می‌کردیم که افرادی مثل شجاع‌الدین شفا و یک چند تای دیگه باعث شدن که این ماجرای 2500 ساله که حقیقتاً تیشه‌ای بود به ریشه خاندان پهلوی اجرا شد و چقدر هم حالا به ضرر ایران شده که حالا برش گردونن بگن بابا ما 7000 ساله هستیم یا 10000 ساله. اگه خواستید در اون رابطه صحبت کنید، اگه خواستید در رابطه با کتاب قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران رو من دارم نشون میدم، به دوستان هم میگم که بالاخره با همت دوستان آقای نصر احمدی این به صورت مجانی روی اینترنت هست، میتونید داشته باشید، میتونید بخونید. صحبتی سوالی اگه دارید با خود آقای نصر احمدی که شماره تلفنشون هم الان روی صفحه میبینید، خیلی ساده 818-201، یعنی شما 818 که مال کالیفرنیاست، یه 201 باید یادتون باشه و سال انقلاب در ایران که 57 هست و سال انقلاب در تاریخ میلادی که 79 است. شماره بسیار خوبی است آقای نصر احمدی. من ساکت میشم، شما برای ما بگو ببینیم. این مدتی هم که برنامه های تلویزیونی نداشتید و اینا، میدونم خب دوستان دارن فعالیت میکنن، گفتین که توی تگزاس فعلا راه افتادید و روی فیسبوک و اینها، چه اقداماتی انجام شده؟ دوستانی اگه مایل باشن به شما کمک کنن، حمایت کنن، سپورت کنن، به غیر از اینکه با تلفنتون میتونن تماس بگیرن، چه کاری میتونن انجام بدن؟ این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم بفرمایید. بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. اولا از جناب مهندس سهراب چمنارا بی‌نهایت سپاسگزارم که فی سبیل خلق سراستین بالا زدن، چون ایشون هم معتقد هستن که خداوند نیازی نداره که ما براش کاری بکنیم، برای که اگر به خالق معتقد باشیم آفریننده تمام جهان هستی است، یعنی شامل کهکشان تا بیاد به منظومه شمسی و این کره زمین، و کره زمین هم که میلیاردها موجود زنده است که بیشتر شما اسمشون نمیدونید، به ویژه آبزیان و بیجانها و جامد و جماد و نبات و گیاه و همه چیز. بنابراین ایشون هم معتقد هستن که خداوند نیازی نداره، فی سبیل خلق سراستین بالا زدن، خلق محروم و ستم دیده. دیدن این قانون اساسی راهکار آینده ملت هست، قانون است بی‌طرف، بی‌نظر، بی‌غرض، ایدئولوژی درش راه نداره، سیاست درش راه نداره، جنسیت درش راه نداره، سکولار هست، افزوده بر سکولار به معنای گسترده‌ترش لایک هست، افزوده بر جنبه اومانیسمش، انسانگراییش و یگانگی و برابریش در قانون هست. و بنابراین ایشون هم معتقد هستند که ما اول باید بدونیم چی میخواییم. فریادی که من 37 سال نه 36 سال 35 سال این که خارج از کشور هستم، از روزگار آغاز جوانی فریاد میکشم ما باید بدونیم چی میخواییم. آقای سربی، همینانان گرامی،
من از اون دست مدعیان رهبری سیاسی نیستم که بگیم هرچه ملت گفت که ملت رو فریب میدیم و بگیم هرچه پیش آمد اول جمهوری اسلامی رو بزنیم بعد هرچه خواستیم. اولا با که میزنید جمهوری اسلامی رو؟ سلشکری که الان فرق گیر کرده و مسلسل و بلد نیست و 90 سالشه و گروهبان پیشش رد شه، اگر سلام به گروهبان کنه و اون گروهبان بدونه که این سلشکر پیشین جواب سلامشو نخواهد داد، اولا با چه چیزی جمهوری اسلامی رو خواهد زد؟ دو، با کدام ابزار جنگی؟ ایشون ابزار جنگی فراموشش شده، عرض کردم فرق تیکمان و مسلسل یادش رفته. بنابراین این یک مشغولی مردم بیش نیست، از طریق مدعیان رهبری سیاسی سرب مزد و سرب فرمان بیگانگان. آقای سروی، من همیشه فریاد کشیدم باید بدونیم چه میخواییم. شما اگر قرار شد خونه بخرید آیا نباید بدونید در چه کشوری؟ آیا نباید بدونید در چه شهری؟ آیا نباید بدونید در کدام نقطه شهر؟ آیا نباید بدونید مساحتش چقدر باید باشه و چند اتاق داشته باشه و این اتاقات چه شکلی باشن؟ این سوال من از شما خواهش میکنم، این سوال صاحبی که شما مهندس فنی هم هستید حتما به من میتونید جواب بدید. برای خرید خانه شما باید مساحت و مساحت خانه رو بدونید، حتما باید بدونید دیگه. بله بله، مساحتش بدونید، نوع زمینش همه چیشو بدونید. بله همه چیشو بدونید. آقایان مدعیان رهبری سیاسی میگن نه جمهوری اسلامی رو بذاریم بعد. خیلی خوب، فرض محال محالی جمهوری اسلامی رو ملائکه ها آمدن کمک شما و جمهوری اسلامی رو زدید. خیلی خوب، میخواید چه کار بکنید؟ آیا گروه های سیاسی مجالی برای شما خواهند داد؟ یا خود شما اگر همه گروه های سیاسی هم باشید، مجاهد، کمونیست، مصدقی، ملیگرا، مشروطه‌خواه، پارلمانتاریست ها، خان ها، باقی مانده های این حکومت، حزب توده، بیگانگان، آیا مجالی برای آرامش در اون مملکت خواهند گذاشت که شما بنشینید قانون اساسی بنویسید؟ و چه کسانی قانون اساسی می نویسند؟ چه کسانی انتخاب می شوند؟ آقای سروی، من همیشه گفتم فرض محال محال نیست جمهوری اسلامی آرامش برقرار کنه بگید نه من می مانم تا شما قانون اساسی بنویسید. قانون اساسی رو وقتی مؤسسانتان تصویب کرد می روید. لطف خداوند شامل ملت شد، آیت الله خامنه ای شخصا آمدن این مسئله رو اعلام کردن که محال است. خیلی خوب، شما با چه کسانی قانون اساسی می نویسید؟ چند گروه سیاسی دمونه این حکومت، ستای اخوان موسیمون، ستای نوکران امریکا، انگلیس، فرانسه، ستای هم بیلمک که همیشه نمیدونن برای چی به مجلس میرن. خب یه قانون بدتر از مشروطه و بدتر از جمهوری اسلامی برای ما حتما خواهید نوشت. یه قانون اساسی شسترفته متخصص این کار. من تنها ایرانی هستم آقای سروی، شاید تنها آدم در جهان باشم که هم متخصص حکومت شناسی هستم هم متخصص قانونگذاری. هستند کسانی متخصص قانونگذاری در پارلمان، هستند کسانی متخصص حکومتگذاری، حکومت نگاری، حکومتگری، اما هر دو با هم نیستند. من کسی رو نیافتم، پیدا نکردم تا به حال حکومت شناس. من کسی به تنهایی ندیدم که هم حکومت شناس باشه هم قانونگذار. از بد حادثه من هستم و از بد حادثه لور هم هستم. از بد حادثه ایدئولوژی هم ندارم، شریک رقص شبانه هیچ گروه دسته و فرقه و درداری و مسلک و مرامی هم نبودم، نه شریک قمار کسی، نه قمار بلدم، نه به قمارخانه رفتم. البته من فخرالدین ابراهیم شهریار عراقی نیستم، به قمارخانه رفتم همه پاک باز دیدم، چون من نرفتم اتانشون بکنم، کار نکردم. من شریک هیچ دسته و فرقه سیاسی نبودم. تا به حال که با شما به همین همه گفتگو میکنم وارد هیچ دسته سیاسی و گروه سیاسی حتی برای سخنرانیشون هم نشدم، بنابراین ایدئولوژی ندارم. قانون اساسی به قول سعدی بزرگوار دولت و ماه نهرها سلساله. برای اگر مختزفی درش پیدا میکنیم برای آینده ایران و حتی اصلاحاتی که برای ممالک غربی که بسیار اشکال دارن، امریکا فراوان در قانون اساسی چه اشکال داره. متاسفانه رادیو تلویزیون های برون مرزی که بیشتر امریکا هستن 95% چون فقط امریکا میشناسن و قانون اساسی هم به چشمشون ندیدند میگن بهترین قانون اساسی جهان قانون اساسی امریکاست. آیا شما تا حال قانون اساسی دیدی؟ آقای فرانکس که پشت تلویزیون این حرفی میزنی اصلا کتاب نام قانون اساسی تا حالا دیدی؟ اصلا برای بی انگلیسی بخونی؟
خب این دروغ های شاخدر ملت رو مشغول میکنه. یه قانون اساسی نوشته شده، انتقاد نکنید چرا یک تنه نوشته شده، نگید یک تنه کار پیغمبرانه، وحی الهی هست. خیلی خوب، نصر احمدی به اضافه هزار نفر از نصر احمدی صریح شجاع بی‌پروای آزاده پاک خوشتون نمیاد؟ نصر احمدی رو حذف کنید، بگید یک قانون اساسی هزار نفر نوشته، همون رو ارزیابی بکنید برای سرنوشت آیندهتون. روحانیون محفوظن، معنیون محفوظن، مگر کسی علیهشون شاکی باشه، دادگاه هم هست. به جرم بودن یک انقلاب و کسانی که در انقلاب سهیمند و شریکند و کار میکنن، همه آدم هایی که در این داستان هستن به حکومت که مجرم نیستن. مگر قرار بود وقتی انقلاب شد سال 57 همه کسانی که در رژیم شاهنشاهی کار میکردن که بارون بشن؟ نه، یکی ده مرجم تیربارون شدن، یه ده هم بیگناه البته تیربارون شدن، چون خاصیت انقلاب از بین بردن بیگناهان هم هست. اما ما که نمیخوایم دوباره انقلاب بکنیم، یک بار انقلاب کردیم نتیجه شو دیدیم. انقلاب مخربترین اندیشه اجتماعی بشره. همیشه من فریاد کشیدم و گفتم ما به صورت مسالمت آمیز میخوایم این قانون اساسی زیبای انسانی رو ببریم برای آیندگان زندگی بکنن. ما که نسل معذور مغموم و مظلوم و بدبختی بودیم، پدرانمون هم کم و بیش دلمگیر انقلاب بودن کارشون، اما نظر فرزندانمون، تازه فرزندانمون اگر بی‌هویت نشدن هنوز که شدند، حداقل نوادگانمون یه رنگ خوشبختی ببینن. ما که استعداد همه جور کارو داریم، استعداد تخلف فراوان داریم، استعداد مالندوزی فراوان داریم، یه دفعه بیچیزیم، فردا همه داره همه چیز میشیم، بنابراین مستعد هستیم. ما که یک دفعه جامکاریم دکتر میشیم، ما که یک دفعه کلاس پنج ابتدایی هستیم دکتر میشیم. خب بنابراین استعداد در ما هست، چرا استعداد زیبا نباشه؟ چرا جنبه انسانی نباشه؟ این قانون اساسی به اون جهت نوشته شده که آیندگان رنگ خوشبختی ببینن. اما آقای سرمیچین اول گفتگو منو به جایی کشوندید که تابعی از چه بخوام چه نخوام، تابعی از فرایند احساس شدم، فراموش کردم که اول بار خدمت شما سلام کنم، سپاس بدم از این برنامه که در اختیار من گذاشتید، از دوست دانشمندم جناب دکتر کاظم افشارا با توجه به همه بارگاه های دینیشون، و من رعایت میکنم که از بسیاری اصول به رسم امانت منحرف نشم، این برنامه رو کمال ایشون در اختیارم گذاشت، بسیار بسیار سپاسگزارم. از دوستان فیسبوکی و یاران جبهه برای فردا آینده ایران باز هم سپاسگزارم. دوستانی که فراموش نکردن، دوستانی که هدف پارلمانی رو میبینن، راه خوشبختی مردم آینده کشور هست، سپاسگزار باشم. اگرچه 37 سال هرگز توقعی نداشتم برای این هدف ملی، تا اونجا که خودم امکانات داشتم خرج کردم. اما یک جبهه، یک حزب، یک سازمان سیاسی بدون پشتوانه مردم اول کاریست یک تنه. اینجاست که باید گفت کار یک تنه نباید کرد، و کاریست که ممکن است فردا سوال برانگیز باشد از کمک بیگانگان. جناب آقای سرمی، همیشه جبهه که در مقام بالاتریه و بعد حزب و سازمان، همیشه از مردم کمک گرفته. این حزب دموکرات امریکا، حزب جمهوری‌خواه امریکا، حزب سوسیالیست فرانسه، حزب گوریست فرانسه، حزب دموکرات مسیحی آلمان و همه احزاب سیاسی، به ویژه ایتالیا که 73 حزب داره و در مجلس هر 73 حزب نماینده داره، همیشه کمک مالیش از مردم بوده، از طرفدارانش بوده، از هواخواهان اون احزاب بوده. بنابراین وقتی این جبهه رهایی و بازسازی ایران درست شد، بعد از اولین سازمان سیاسی خارج از کشور که اسمش سازمان هماهنگی هواداران مشروطه پادشاهی بود، و دو سال بعد از دکتر کلالی، اون یاران من جوانترین عنصر به عنوان دبیر کل انتخاب کردن، و بعد از یک سال این مهلدن ها گفتن که حیف است که مشروطه کم و کاستی درش ایجاد بشه و قداست پادشاه بیاد پایین و اعتبار پادشاه کم بشه، آمدن ها رفتن حزب مشروطه روز کردن، بر همین روال پادشاهی محمد رضا شاه و مشروطه کارشون ادامه دادن. به همین جهت هیچ فرماوندی هم نمیتونه در بلندگوشون معترض باشه، کار خودشون میکنن. 8 تا تلویزیون مستقیم در اختیار این هدف هست، 2-3 تا رادیو بلندگوی این هدف هست، و این هدف رو کم و بیش با همه نادانی هاشون، با همه کم دانشی هاشون به پیش میبرن. برای که تبلیغ آقای سروی خیلی کار موثر میکنه، شما زیباترین اندیشه رو تبلیغ نکنید، در کوتاه مدت به فراموشی سپرده
خواهد شد. ما میخوایم دوران محمد رضا شاه باشه که همه چیز بر مدار یک نفر باشه. وقتی محمد رضا شاه از مملکت رفت، شما که میدونید یک اصل قانون اساسی به گمان اصل 50 هست، اصول نظامی به فرمان پادشاه، یعنی هر حرکتی از اصول نظامی چه در ریچه و ریچه هوایی به فرمان پادشاه. وقتی پادشاه از مملکت بره بیرون، خب این اصول بی‌سرپرست میشه، سرباز در جبهه بدون فرمانده شکست میخوره. بنابراین مجرم اول محمد رضا شاه است. ما نمیخوایم که مشروطه باشه و یه نفر فرمانده کل قوا باشه. ما نمیخوایم مشروطه باشه که یک نفر فرماندهی قوای سگانه رو داشته باشه، یعنی مکمل قضایی و مجریه. پس اصل تفکیک قوا که در همه قوانین اساسی جهان آمده، حتی در اصل به گمان 27 همون مشروطه هم آمده، پس چرا این عنوان میکنه؟ وقتی اونجا نوشته قوا از همون فکت هستند، یعنی مخنمی مجریه و قضاییه، پس چرا از این برشا از مسئولیت مبراست و شا فرمانده کل قواست و توشیح قوانین در حدود پادشاهه و انتصاب قضات به فرمان پادشاهه و عزل نصب وزیر هم به فرمان پادشاهه؟ چرا آقای سروی؟ به همین جهت من قانون مشروطه را فاسد ترین قانون جهان تا حالا دونستم. بارها از من پرسیده شده آقای سروی، شما خواهش می‌کنم شنونده من باشید و پاسخ هم به من بدید. بارها از من پرسیدن که آقای دکتر نصر احمدی، شما به عنوان قانونگذار، تنها قانونگذار ایرانی، تفاوت میان قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی در چه است و کدام را ترجیح میدید؟ بارها و بارها گفتم حتی اگر شمشیر دموکلس بیخ گلوی من باشه به من عنوان کنن جن مشروطه، میگم نه، یک بار این سر منو بزنید. قانون اساسی جمهوری اسلامی به مراتب پیشرفته تر از قانون اساسی مشروطه است. من برای کسانی این حرف رو میکنم که خواستار سربلندی ایران هستن، خواستار آزادی ایران هستن، خواستار اطلاع جامعه ایرانی هستن، خواستار تجلی شخصی به عناصر ایرانی هستند، نه یک نفر و برای چسبیدن به اون یه نفر مملکت رو بچاپن. خیلی اینطور نیست. چرا وقتی محمد رضا میره عنوان میکنه که اگر من بروم ایران ایرانستان خواهد شد؟ البته باید میگفت ایرانستان، ولی وقتی مشاورانی مثل شجاعی و شفا داره که فقط یک مؤلف و سوادی نداشته، خب معلومه او باید بگه ایرانستان. اما چرا میرود؟ چرا وقتی ببینیم ایران وقتی رفت ایران میشه و خراب میشه؟ درست حکایت رستم فرخزاده. رستم فرخزاد در جبهه جنگ برای برادرش وصیت مینویسه، اما تو رفتی بجنگی، چرا وصیت مینویسی؟ مینویسی که این قادسی دخمگاه من است. چرا تخت این بر برابر شود همه نام بوبکر و عمر شود؟ خاک بر سرت، تو رفتی بجنگی و تخت با منبر برابر میکنی؟ بریزند خون از پی خواسته شود روزگار بد آراسته. خاک بر سرت که به روزگار بد آراسته به استقبالش میگی؟ عینا در تاریخ جنا خونی قلابی تو رو قهرمان به ما داد، جلوه دادن. نه آقا، شاهنامه بایسرگوید ملت ایران بخونه، محمد بن علی رو بخونن، بعد کمک گرفته از محمد بن علی محمد جلیل طبری هست برن بخونن، ابن میسر رو برن بخونن، ابن موکل بغدادی رو در سورت الارض و الاخوالین برن بخونن، ببینن این آقای قهرمان اونجا چه کرده. اونجا رنگش بریده، چهار روزه برای برادرش وصیت نوشته، سر چهار روزه هم شکست خورده، با 124,000 نفر در برابر چند نفر؟ 23,000 نفر با برهنه خنجر به دست شکست خورده. بعدم گفته آقای شعبه، من به تو این نمره میدم، زود برو پیش اومد یا برو فورس پیش سعد رقاص بگو هر کی میخواد بیاد با من نجنگ. از این چه سرداریه؟ چرا ما قائم به یک نفریم؟ چرا آقای شعبه، چرا قائم به یک نفریم؟ به همین جهت میگم پارلمانی همه بغل آن را که ملت آزادن بگویند، پارلمان یعنی آنجا که آزادی بگویی، این منفاش دیگه. یه لغت لاتین آمده در زبان فرانسه، از زبان فرانسه رفته به دیگر زبانهای اروپایی. چرا این ممالک اروپایی نفر تصمیم گرفت نیست؟ اگر چه سیاست های پس پرده باز هم نهانکاری میکنه و خرابکاری میکنه، اما دیگه نه وحشتناک به اندازه کشور ما. اونها برای بیگانگان بندوبست سیاسی میکنن، ولی برای خودشون جرأت نمیکنن. اگر فردا یک قانون بخون تغییر بدن در امریکا کنفه یکون میشه، بدون رئیس جمهور در میارن. در فرانسه اگر یه مردم تبصره قانون بخواد تغییر بکنه، یه کار خلاف شمولات
ملی فرانسه بخواد بشه، پدر اولاند ملت در میاره واسه نمایندگان منتخبش. چرا؟ چون نمایندگان منتخبش هستن. آقای احمدی، آقای رستم فرخزاد، مذهب خانم جنگر تموم کنم. تو وقتی این رو جیبی برای برادر نیشی، ستاهی سوره ما و بهرام ما بر شانه ما کل شده. و آقا تو که اینقدر پیش بینی کنی، ستاره زوره ستاره ای که پیشواز و بدرقه خورشیده، ببینیم درخشان ترین ستاره به نزدیک خورشید زوره است که همون بروسه خدای عشق. آره بهرام که ستاره جنگه، خب میگه از اون رو برگردونه. تو که تا به این حد پیش بینی کنی، چرا میگی به جبهه؟ چرا یک نفر میگی و عوض کن آقا؟ خب قانون اساسی رو خیلی میگه، شاه فرمانده کل قواست، شاه از مسئولیت میبراست، درجات نظامی فرمان پادشاهه، اصل و عزل و نصب وزیر به فرمان پادشاه، انتخاب قضات امضاش به فرمان پادشاه. قانون وقتی از هر یک از مجلس میآید، توشیحش برادر ملوکان است. یعنی اگر توشیح نفرمود کشک، یعنی هیچ، یعنی دولت زحمت کشیده، نمایندگان زحمت کشیدن قانون نوشتن، آقا خوشش نیمد. میفرماید این قانون اساسی دعوتی مشروطه انحلال و انبساط مجلس این در آن واحد به فرمان پادشاه است. آقای سرویل، قانونی از این زشتر و وحشتناکتر در کره از شما دیدید و شنیدید؟ حالا من این ملکه با پادشاه دعوا شد، آقای پادشاه عصبانی میشه به مجلس رو ببنده؟ خدا رو خوش میاد مرکز دموکراتیک، ظاهرا دموکراتیک، یک کشوری رو صابر قفل بزن سرش، یه وزیری رو خوشش نیاد بیرون کنی؟ بارها و بارها و بارها و بارها با آقایون مصدقیون گفتم، گفتم آقایون مصدقیون، آقایون گوش کنید، قانونم شاه بر حق بود. چقدر از من پرسیدید، چقدر من فریاد کشیدم. من کار به پشت پرده سیاست ندارم، من اینجا سیاسی حرف نمیزنم. آقای سرویل، بارها دیدید از شما خواهش کردم از این سوال سیاسی نکنید. بله آقای، خودت دستمانی گرفتار میشه بکوشم. آقای سرویل، چون در رابطه با آقای شجاع‌الدین شفا صحبت کردید، ما دو تا برنامه گذاشتم اسم ایشون رو آوردیم. یکی از دوستان نوشتن که صحبت آقای شفا را میکنید، خانواده ایشان اهل کاشان بوده و پدر بزرگ ایشان یهودی بودند و به دین اسلام گرویدن و شغل خودش و پسرش، یعنی پدر آقای شفا، معین پزشکی بود و مردم را با داروهای گیاهی شفا میداد. لذا پس از اختراع شناسنامه در کشور گل و بلبل ایران، نام خود را، نام فامیل خود را شفا گذاردن. تحصیلات شجاع‌الدین شفا فقط در حد یک دیپلم بوده و است، ولی نویسنده بود و آدمی بود که گوش به فرمان بود و هیچ وقت بدون اجازه هیچ حرفی نمیزد. این را هم درباره بله اتفاقا بسیار زیبا گفتن. اما یک چیز من اضافه کنم بر این بیننده پیشبین شما، شرمنده پیشبین و با فراست شما، بعد یک مطلب من به لحاظ آگاهی و دانستام اضافه کنم. ایشان لیسانس زبان فرانسه هم گرفتند و همسر فرانسوی داشتند و از روزگار نوجوانی در فرانسه زندگی می‌کردند. فرانسه بسیار خوبی داشتند، بسیار خوبی، فرانسه بسیار پیشرفته‌ای. و بعد از سناتور رضازاده شپک دانشمند، متاسفانه ایشون شدن مشاور فرهنگی شاهنشاه آریامهر، با کمال تأسف و شوربختی. شما اگر یک نواری رو ببینید آقای حسن عباسی اون حذف نکرده باشه، چون سخنرانی های من تشویش میکردن به روزنامه ها میدادن، با کمال تأسف من هرگز در هیچ روزنامه سراسر زندگانی مطلبی ننوشتم، هیچ وقت، چون با روزنامه اصلا نمیخواستم مناسبتی داشته باشم. میخوندم و همونطورم که از اسمش پیداست، بعد از روز انداختمش به سطل آشغال و هر کس هم میدونید در دانشگاه بهش بخوام اهانت کنم میگن سوارش روزنامه‌ایه. آقای سربی، شجاع‌الدین شفا در یک بزرگواری واقعا سوگوارانهی، یعنی سوگواری بزرگوارانهی دعوت شدم. راستش اکراه داشتم، نمیخواستم برم، اما چون با من نمک خورده بود و به خانه زیاد آمده بود و یه زمانی معلمم بود و بعد یه زمان کوتاهی معاون خود من شد در یک کار فرهنگی که من رئیس اون سازمان شدم، برای نه ماه به من استعفا کردم، اون آدم کشته شد. در روی من دفتم اونجا سالون نشستم، گروهی از اشعاری قشقایی و گوگیریه و ممثلی هم خونه من بودن و با هم رفتیم، 15-16 نفر بودیم، 8-9 نفر از اعضای جبهه آمدن. وسط سالون اون برنامه‌گذار اعلام کرد که بعد 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 دکتر احمدی هم تشریف آوردن، استفاده میکنه بودن پشت دریبون. 4-5 دفعه گفتن این آقایون هم برحال نکنیم، گفتن آقا زشته پشو برو بالا.
و این دوست بوده. من رفتم بالا نشستم دیدم آقای شفا هست و دکتر خانه کشتی و شادروان سیاوش بشیری، هر کدوم هم کاغذاش رو جلوشونه. آقای شفا از اون دست آدم ها بود، اگر کاغذاش رو جلوش میکشیدی دیگه نمیدونست راجب چی باید بگه، حتی از معرفی خودش عاجز بود. شرادی و شفا وقتی من حرفام تمام شد، شفا خیلی زرنگی کرد، گفت که جایی که دکتر نصر احمدی سخنرانی میکنه، دکتر نصر احمدی جوان، اون موقع من اولین دکترامو گرفته بودم، همین انقلاب دکترای انقلابو گرفته بودم، هنوز رشته مورد علاقه که جامعه شناسی سیاسی بود هنوز وارد نشده بودم، بعد میخواستم حقوق بخونم و اینها برای قانونگذاری و از این حرفا. گفت جایی که دکتر نصر احمدی سخنرانی میکنه یا مطلبی رو عنوان میکنه، گناه نفر بعدی بخواد مطلبی رو عنوان بکنه، به همه مطالب گفته شد. آقای احمدی دوستان شفاره من خیلی سالها بیشتر میشناختم. آقای احمدی دوستان میگن شما مطلب درست گفتن، اما بعد اون لیسانس زبان فرانسه رو من اضافه کرده باشم. بله بله، دفعه قبلم دوستان نوشتن که مترجم خوبی هم بوده و اینها. بله بله، خود زبان فرانسه میدونسته. بله عرض کردم. آقای احمدی دوستان میگن که آقای نصر احمدی خیلی پر انرژیه و سریع صحبت میکنه و ما بعضی وقتا متوجه نمیشیم، مخصوصا چون توی تلفن هستید شما. لطف کنید یه مقداری شمرده تر و آهسته تر، یا ما باید ممنوع کنیم شما اصلا قهوه و چای و اینا نباید بخوریم، باید گل گاوزبون رو نمیدونم این آقای سرمی مزه نزاع شما و شنوندگان و بینندگانتون هم که شده، اجازه بدید یه مطلب رو کوتاه عرض کنم. بفرم. من واشنگتن دعوت شدم برای کنفرانسی و عنوان هم کردن که فلسفه پیدایش پادشاهی از کجاست، از کجا پادشاهی آمد. چون بارها از من پرسیدن جمهوری از کجا آمد، این دفعه پرسیده بودن که پادشاهی از کجا آمد، آیا پادشاهی پیش از دین بوده یا بعد از دین بوده. من دعوت شدم به اونجا، دو نفر هم با خودم بردم، کاغذاشون هم پرد شد از سر میز، یک آبروریزی شد اون سرش ناپیدا، خیلی به خجالت زده شدم. البته اونها را چون مصر بودن جلوتر خواهش کردن که بیان سخنرانیشون رو بکنن، کاغذاشون پرد شده. اینها یک آقای به نام حسین خرم الان سخنگوی آقای چیزه برای ایرانیان، آقای ترامپه، همین ترامپ دیوانه، همین ترامپی که خیلی خوزعبلات میگه. من کاری به دیوانگی عاقلیشو در زیر خودم دارم، چون من نه ملیت امریکایی دارم نه ملیت هیچ کشوری در جهان دارم، در جهان هستی. من 12 سال طول کشید تا اقامت بهم دادن و حالا که ما میشیکی بیستواد داریم، چاقونجاش هم هست و کاجاخچیه 6 ماه 1 سال، اما منو 12 سال طول دادن تا گرین کارت بهم دادن. همیشه هم قضات به احترام پا میشدن، میگفتن ما هرگز قضات رسمی است به پای کسی بلند شد، اما به حرمت دانش شما بلند میشیم. خود قضات به من میگفتن آقا فشار سیاسی پس سر ما هست و ما نمیتونیم کاری بکنیم. به هر روی من اقامت گرفتم، یک اقامت عادی، برای اینکه هدفی برای ملیت من ندارم، چون هدف ملی دارم هدفی برای گرفتن ملیت هیچ کشوری رو ندارم. آقای سربی 8 بار وزیر تحقیقات فرانسه و نخست وزیر فرانسه به من با واژه عبدالمنوق برای من نوشت با افتخار عالی به شما میخواهیم اقامت فرانسه و هر امکاناتی بخواهید بدهید، و من زیر بار نرفتم که نرفتم تا آمدم امریکا. حالا داستان آمدن من امریکا هم دلبخواهی نبود، برمی غریب را دل آواره در وطن باشد. حالا بگذارید دیگه به سوز و گداز وطن و شهر فراق من نمی پردازم، اما سعی میکنم آرام باشم. اما چون فرمودید قهوه و چای ننوشند، میخواستم این داستانی دوام و تلویف عنوان کرده باشم. وقتی به اون کنفرانس رفتم و کنفرانس من سخنرانی من تمام شد، نفر سوم بودم، آمدم رفع رجوع کردم حرفای دوستانم و بعد حرفای خودم رو گفتم، پیدایش فلسفه پادشاهی و این دین از کجا آمد، بعد دین آمد بعد از پادشاهی. من از آگاهی همیهنان هم از بکنم. یک آقای پاشد پرسید، آقای حسین خوردم، من نمیدونستم نمونده حزب مشروطه در اون ایالته، و آقای دکتر احمدی شما را چه کسی آرایش میکنه میه چیره دور دین؟ گفتم هیچی. شانومه خوندی؟ گفت نه. گفت خب پس گناهه. آقا میدونم آقایون خانمهای که اینجا نشستن شانومه خوندن، اما من این واجر از شانومه میدونم، خدای نال کرده حتی حرمت و بیعدبی نشه. من تخمه پدرم هستم، خالص خلص ایلیاتی، احتیاجی ندارم به قول سعدی بزرگوار حاجت مشراطی نیست روی بلارام را. من یه اصلاحی میکنم بیشم و دوش میگیرم، سرم رو بین را شونه میکنم، وقتم به گفت ندارم، کراوات من بین را میبندم، هیچ. من طبیعی خلص خالصم. آقای سرمی
چای و قهوه و نمیدونم این موادی که میزنن کت و مک از این حرفا که میزنن، من سراسر زندگانی طبیعی زندگی کردم، طبیعی هم نمیرم، مگر تصادفی باشه، مسمومیتی باشه برم بیمارستان، هر قرص و دوا و درمانم هرگز نبودم و نیستم و نخواهم بود. نه، انرژی من یک انرژی روحی عاطفی خلقی پیوسته به اون آب و خاکه. آقای چربی، من 36 سال خارج از کشورم خواب دیدم، خواب دختر زیبای فرانسوی امریکایی رو دیدم، 5-6 ماه، 4-5 ماه، 1 سال، نمیدونم 10 سال چی خواب مرشو کردم در زیانم ببینم، خوابشو در تهران میبینم، در شیراز میبینم، جنوب میبینم، شمال میبینم، هرگز من خاک و غرب و تا به حال خواب ندیدم. در غرب زندگی میکنم، انسان غربی رو خواب میبینم، ولی در ایران 13 سالم بود. اجازه بدید این داستان رو بگم، امیدوارم همین همه شنوندگان و دوستان شما رو به تراژدی نبرم، به سوگ نبرم. من 13 سالم بود، داستان شکست آریو برزن رو میخوندم از پیرنیا، مشیر دوله پیرنیا، میرزا رسول الله خان مشیر دوله پیرنیا، تاریخ ایران باستان. وقتی که بهتیس یا بهتیر که کتوال غزه اسمش، البته بعد صفت بهش دادن، معاوی آری برزن تیر میزنه به کوره، خود اسکندر خاطیر دوباره میزنه، از پشت نیزه به کتفش میکنن، به کتف چپش. آقای صاحبی شما باورتون میشه من برای چندین شبانه روز بچه 13 ساله کتف چپم درد میکرد؟ این کسی باور میکنه؟ آقای شرقی، من میلیون میلیون پول برام آمد، امریکا، فرانسه، عراق، دیناری از تجاری در جهان هستی نگرفتم، پاک منزه موندم، به همین جهت با ناپاکان می جنگم. من عصاب و نور بگرفت به دست، شاخ گستاخی تو خواهم شکست. به اون نابکاران، به اون فرومایگان، به اون ارسابرندگان از ایران که مندت رو چاپیدند آوردن و هنوز هم دیده شرحشون خوزمندشون فروکش نکرده و ملت رو به بازی میدن، ما جمهوری اسلامی رو بزنیم بعد قانون اساسی ببریم. این چه حرفیه؟ این چه مادانیه؟ این چه بلاحتیه؟ این چه بلا سر این ملت بخواید بیارید؟ این ملت کم ستم دیده؟ آقای سری، من بر اینم یک نفر قدرت نداشته باشه، میتونم از شما بپرسم پدر بزرگتون زمان رضا شاه بود؟ بله؟ بله بله. آیا پدر بزرگ شما، من پدر بزرگ خودم رو بگم، خب توپنچی زیاد داشت، ممکن پدر بزرگ شما توپنچی نمیداشت، ولی پدر بزرگ من حتما میتونم تجسس کردید، اینو من میتونم، شما میدونید توپنچی خیلی داشت. رضا شاه وقتی 365,000 قطع از تخت جمشید رو داد به امریکا، آیا پدر بزرگ من، پدر بزرگ شما تونست اعتراض بکنه؟ فکر نمیکنه. نه فکر نکنم، بگید سری، بگید نه جرات نمی کرد، نمیتونست. 65,000 قطعه تخت جمشید دادن به دانشگاه شیکاگو، دو سال پیش دادگاه امریکا تصدیق کرد، برش داشت همه را، یه دونه را از این که عقده به دل ایرانیان بکنی، یه دونه را کادو دادن با آقای حسن روحانی. اگر من جای آقای حسن روحانی بودم، اون یه دونه را نمی بردم که بین را بخوام گریه کنم، که من گریه می کردم بین را. یه مرغ بالدار دادن از تخت جمشید از 65,000. مغول این کار کرده با ایران، یونان این کار کرده با ایران، عرب این کار کرده با ایران، چرا نداشتا میشه قهرمان ملی تو؟ چرا؟ فکر کنم آقای احمدی این همون صفحه‌ای رو که آقای مینویی گفتید یه وقت نمیخونن، فکر کنم این چیزا رو توش مینویسید، ایشون هم مجبور میشه نخونن حقیقتا. خب بخواد نه، به خدا من در پژوهش بی‌طرفم، من وقتی پرچم می‌نویسم فقط پرچم رو می‌نویسم، وقتی شیر خورشید می‌نویسم می‌نویسم خورشید از ارمنستان آمده، مال ما نیست. خب آقای مینویی نمی‌دونم حالا چرا صفحه دو رو به جای 4 می‌کنه، 4 به جای 1، اونو نمی‌دونم، ولی من چون مینویی فرمودید گفتم، آدم خوبی، آدم متواضعیه، آدم بسیار آدم محسونیه. نه من تنها دلیلی که ایشون منظورم نبود، نه تنها دلیلی که گفتم خدا ناکرده نشه. ببینید آقای احمدی، من نه ایشون یه بار به من گفت که چیزی رو که شما را دیر کوروش میدید ما نمیدونیم. گفتم خب طبیعیه، چون من دانیله هستم، شما نمیدانید، من به آقای شما میرسونم. اگر شما میدانستید که من نمیگفتم. فرمودید جناب مهندس چمنارا تقاضا کردن در جلو شفا، اجازه بدید به زمان دیگری واگذار بکنیم، اما همین بس که تاریخ ایران بیش از 9640 ساله و با کوروش نیامد. خیر، با کوروش نیامد،
پیش از کوروش ما ایلامیان رو داشتیم 2146 سال. پیش از اون کاسیت ها بودن، گوتی ها بودن، امردی ها بودن، سوباری ها بودن، لولودی ها بودن، کاسیت ها بودن. به اینها پیش از هخامنشیان بودن. ببخشید، پیش از هخامنشیان مادها هم بودند. مادها امپراتوری نوین ایران رو اونها گذاشتن، نه کوروش. خیر، کوروش یک فلسفه سیاسیه. اصلا میکنم من رو وارد سیاست نکنید، من رو به سیاست دونید. من دکتر جامعه شناسی سیاسی هستم، یعنی اصل اساس بنیاد سیاست رو من به صورت اکادمیک خوندم و تخصص، اما من رو به اونجا نبرید. اینقدر جهتگیری هست و دستبانی، اینقدر تعصب هست. و حالا آمدن گفتن هفت آبان بزرگداشت کوروش. من نمیدونم چرا میگن هفت آبان، هشت آبانه ملت، هشت آبان برابر با 29 اکتبر. برای که 29 اکتبر کوروش وارد بابل شد، به جنگ شوهر عمه مادرش رفته بود، نبوکدنصر. شوهر مادر عمه ایشون بوده، شوهر عمه مادر ایشون پوتش بخوام شوهر عمه مادر کوروش بوده نبوکدنصر، به جنگ ایشون رفته. آره، و در اون روز وارد بابل شده 29 اکتبر، برابر با 8 آبان. حالا چرا 7 آبان میگن نمیدونم. حالا آقای نیروی خواسته 4 و 9 آبان بگه. 4 آبان یعنی محمد رضا شاه که زیر خاکه، 9 آبان هم که پسرشه که بنا به توصیه مشروطه سوگند مشروطه یاد کرده، سوگند شرعی. البته خب ایشون به لحاظ خصوصی خیلی از من خواستم که من عنوان کنم قسم ایشون عرفیه، اما از توانایی من بر نمیومده، بر نمیاد، بر نخواهد آمد، چون من با ایشون همراه نیستم. ایشون آمد سراغ من آقای سربی سال 1987 ایشون آمد با من دست، من دست به هیچ رهبر سیاسی تا به حال ندادم، ایشون آمد. من به لحاظ سنت و هنجار ایرانی بر این پندار شدم که ایران از پیدایش با پادشاهی زندگی کرده تا انقلاب اسلامی. اون دفعه من پرسیدید، من توضیح دادم که پندار من بر این بود که این شاهزاده جوان اون روز که الان خب دیگه تقریبا میره به پیرسالی، 56 ساله، تقریبا دیگه رو به سن مرحله دوم زندگیه، جوان قدیم، ایشان آمد دست بیعت به من داد و گفتم که تصورم بر این شد. من از قضا اون موقع 26 ساله بودم، دانشجوی سال دوم علوم سیاسی دانشگاه منطق بودم، فوق لیسانس علوم سیاسی بودم در دانشگاه منطق. آمدم حساب کردم که بله خیلی خوب انقلاب شده، ایشون از انقلاب درس آموخته، برای اینکه جای قبرم به پدرش ندادن و هیچ جای جهان، فقط سادات گفت هرچه باد آباد و من باش نمک خوردم، میبایست جای قبر شکوهمندی هم براش بذارم. و بعدم خب از امریکا دموکراسیش نیمبنده، به گمان من البته، به دانش من دموکراسی سیاسی امریکا نیمبنده، بینبین خوبه ولی بینبین پیش رفته نیست، متعالی نیست. جنبه شهروندی اجتماعیش بسیار مترقیه، بسیار درخشانه، اما جنبه سیاسیش و قانون اساسیش کاستی فراوان داره، بویژه قوه قضاییش نقض مستمر و فاحش داره، فاحش وحشتناک. قوه قضایی امریکا دچار اشکاله، یعنی قانون امریکا بسیار، قانون مدنیش وحشتناک بده. برم تصورم بدی بود که ایشون از دموکراسی منبند امریکا درس گرفته، از انقلاب هم درس آموخته، دست بیعت میدیم به این کار رو به جلو میبریم برای آینده ایران. یک کشوری مثل بلژیک، البته نه به پیشرفتگی بلژیک، چون مردم ما نه مردم بلژیک هستن نه پادشاه ما، پادشاه بلژیک خواهد شد، مثل هلند، مثل اسپانیا، مملکتی رو درست میکنیم نیمه خوشبخت باشن. آقایون روحانیون هم اعتبارشون سر جاشه، معتبر و محترم و معززم هستن، دین هم سر جاشه، کسی هم جرأتی نمیکنه که مادر نصر احمدی نماز میخونه منکر نمازش بشه، به این مملکت رنگ آرامش و آسایش به خودش خواهد دید. بعد از چندین سال من دیدم زیگزاگ میزنه، تقلب میکنه. خب شما اگر با یک کسی پیمان ببندید و ببینید دزدی میکنه در کار، در یک کار ساختمانی شریک یه معماری هستید، شما خودتون معماری، ببینید اون معماره کلک میزنه، دروغ میگه بهتون، جنس رو میفروشه، یا مثلا به کارگر اسحاف میکنه، شما چیکار میکنید؟ ادامه میدید؟ نه، من به حرمت دانش خودم، به حرمت هدف ملی، به حرمت تقدسی که بهش باور دارم برای اعتراعی اون مردم و تجلی شخصیت عناصر ایرانی که این آرزوی دوران کودکی من بوده، که مثلا
اگر یه بچه در بلوچستان لیاقت وزیری کشور داشته باشه راحتی وزیری کشور بشه، پسر خاله شاه وزیری کشور نشه، نوکر پسر عمه آشپز پادشاه وزیر خارجه نشه. مملکت مال همه باید باشه. به این جهت من اون قانون پارلمانی نوشتم. خیلی خوب، ایشان رفتن به راه خودشون، رفتن بعد سرد شدن، بعد سرخ شدن، بعد زرد شدن، بعد سازگاره رو دعوت کردن، بعد نوه خمینی آیت الله خمینی رو چار گذاشتن جلوشون. دیدم به مزاج من جور نمیاد. من احترام روحانی رو به مراتب بیشتر از آقای شاهزاده دارم، باور بکنید. اما دیگه چای جلوی پسر آیت الله نمیریزم، این کارو نخواهم کرد. در راستی راستی است، در جوانمردی جوانمردیه. اون که پرسیدید به این مناسبته. اما کوروش رو فرمودید نه، من اون مقوله رو اجازه بدید داستان مفصل کار یک ساعت دو ساعت و سه ساعت هم نیست، شاید 15 جلسه 20 جلسه باشه. کل فلسفه ماجرای جشنواره 2500 ساله که بارها و بارها از زبان خود شفا و دیگران و دیگران شنیدم و در داستان این ماجرا هستم، در روزگار نوجوانی با آقای دکتر احمد میرفیلسکی سفیر ایران در شوروی برام توضیح داده اساس ماجرا رو، که ماجرا از کجاست. پیش از داستان عبدالناصر به زمان عبدالکریم قاسم برمیگرده، رئیس جمهور عراق که اولین بار گفت خلیج عربی، و بعدها جمال عبدالناصر در کنفرانس بندون دو سال بعد گفت خلیج عربی، و ملت ایران ناصر شناخت، برای اینکه یا عبدالکریم قاسم با کودتا کشته شد از بین رفت، برادران عارف آمدن سرکار، و این داستان خیلی پیچیده و طولانیه. اجازه بدید به زمان دیگری حتما این توضیح رو به صورت واضح خواهم داد. و به ویژه تاریخ ایران، به ویژه مسئله تاریخ ایران 550 پیش از مسیح و پیشترش داستان ما در آمدن ما سال 704 به گمانم یا 705، که البته تاریخ گاهی گاهی دچار تناقض هست، یه وقت میگن 700، یه وقت میگن 704، یه وقت میگن 705، 705 پیش از مسیح. یعنی ما با همین پدر بزرگ کوروش، کوروش سوم، منظور کوروش سوم که به کوروش کبیر لقب گرفته، بله خب پادشاهان هخامنشی خیلی زحمت کشیدن، به ویژه بشر امروز در حکومت شناسی و در حکومت داری مدیون داروش بزرگه و ایران اعتلاش از زمان داروش بزرگ آغاز میشه. برای که چون بود که استانداری درست کرد، فرمانداری درست کرد، بشتاری درست کرد، شهرداری درست کرد، حکومت مداری درست کرد، بازرس درست کرد، مرزبانی درست کرد، سکه درست کرد، همین سکه که رایج در جهان اولین بار ادعای دوره ایشان بوده، همین پست چاپار. هنوز شما که میدونم این واژه رو میدونم، میگن اسمش چپری رفت، یعنی چاپار. بله این از اونجاست. پست درست کرد، پست واژه ابداع داروش بزرگه. همینجد افلاطون در رساله هفتم عنوان میکنه پادشاه داتا، یعنی قانونگذار، در رساله هفتمش. و در این قانون اساسی من توضیح دادم جناب آقای سردی. برای من سپاس از یاران فیسبوکین دارم، آرزوی شادی میکنم. اما مطلبی که هنوز در گلوی من میمونه و هست و اگر گونگوی هم داشته باشم هر جلسه این عنوان خواهم کرد، این واژه تیتر دکترا هست که سال 1987 در پاریس در شیفته شد. جمهوری اسلامی هم اینو دامن زد، آمدن یک دانشگاه درست کردن به نام آزاد اسلامی. آقای ورجاسبی، دکتر ورجاسبی رئیسش شد به همت سرمایه مالی هاشمی رفسنجانی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، و دانشگاه‌های متعددی در ایران گذاشتن به نام دانشگاه آزاد اسلامی که به هر کسی این کوپن رو دادن. یک کسی در بیسپول بود و در تهران براش دکترا ساختن، یک کسی در بندر ماهشهر بود در شیراز براش دکترا ساختن و دکتراش فعلیه بود. چرا؟ برای این کار که فیزیه بیاد بالا، چون هر چیزی به فراوانیش بیعتبار میشه و هر چیزی به قلتش، این در قرآن هم هست، هر چیزی به قلتش گران میشه، به نایابش گران میشه. و بعد جمهوری اسلامی گستردش کرد، آمد در امریکای دانشگاه گذشت به نام دانشگاه گلوبال، رئیسش آقای ابوالقاسم صمدانی بود. بله بله. و به هر کسی هم خواست دکترا داد، $2000 هم میگرفت، گاهی خواست 2000 تا 5000، در همین ارواین تقریبا 100 کیلومتری محل زندگی من. اتفاقا به منم پیشنهاد کرد که شما میشناسید جناب سربی، میدونم در رادیو ها تلویزیون ها بهشون میگن دکتر، کلاس 5 ابتدایی 7 ابتدایی اونهای فرقانیش شما میشناسید، من میدونم شما میشناسید. بله اونها دکترا داد. بله اتفاقا آقای صمدانی رو ما داشتیم چند هفته بعد دیگه، قبل از اینکه مریض بشن به حال بد و بد فوت کنن، یه روزی به من گفتن که
دکترای میر فتروس هم اگه اشتباه نکنم ایشون داده بوده، بعد پس گرفته چون باهاش در افتاده بود به خاطر اون کتابایی که نوشته. و به منم گفتن حالا اگه شما هم خواستیم ما یه دکترا افتخاری بهتون میدیم. من بهشون گفتم نه، من دکترا دارم از دانشگاه خیابان و مردم و احتیاجی به دکترای شما ندارم. واقعا جوابتون بسیار بسیار نیک بوده، بسیار مردمی، بایسته و شایسته. آقای علی میفتروس تا اونجا که سبق ذهنی من کار میکنه یه 8-9 سال از من بزرگترن، از دانشگاه ملی لیسانس گرفتن، آمدن اروپا دانشگاه روسیه. خب به هر حال وسیله پیدا شده از یعنی به من اصرار شد برای که من جایگاه علمی خوبی در پاریس در دانشگاه معتبر جهان پیدا کردم که هر کسی رو میتونستم، خودم خیلی محتاج بودم، لنگ بودم 3-4 سال، ولی به جایی رسیدم که به هر استادی برای هر رشته سفارش میکردم نام‌نویسی میشد که بعد بتونه درس بخونه. ایشان آمدند یه مدتی خوندن ولی از پسش بر نیومدن و متاسفانه شوربختانه به قول خودم دیگه دنبال درس نرفتن. حالا آقای میرفتروس تحصیلاتی دارن، زحمتی هم کشیدن و تا فوق لیسانس هم میدونم قطعا درس خوندند، اما کسانی آقای سربی 5 ابتدایی باور بکنید 3 ابتدایی میشناسم دکترا آقای سمدانی داده دستش و این خلاف اصول اخلاق و انسانیته و جوانمردیه. برای که دکترا شما باید 31 سال فقط درس بخونید بدون رفوزگی تا بتونید دکترا بشید. شما هیچ میدونید فرانسه دکترای دانشگاه های بلوک شرق و یعنی یوگسلاوی، چکسلواکی، رومانی، بلغارستان، لهستان، مجارستان و شوروی و حتی اتریش رو قبول نداره؟ اینو میدونستید؟ یعنی باید برن لیسانس بنشینن؟ یعنی یکی که از موسکو دکترا داره مثل مثلا خدا رحمت کنه آقای قاسملو، عبدالرحمن قاسملو، ایشون دکترای حقوق از یوگسلاوی داشت. وقتی آمد به سربون تحویل داد که تاییدش بکنن گفتن شما بنشینید لیسانس بخونید. آقای عبدالرحمن قاسملو گفتن نه شما بنشینید لیسانس بخونید چون معتبر نیست. البته براش خانم فرانسوا میتران که دانیل میتران اسمشه، هم اسم پسر برادرشه، برای اینکه فقط در فرانسه یه ای که به قول انگلیسی ها ای و به قول فرانسوی آخر جمله الفان یعنی آخر اسم تغییر میده، مذکر میکنه یا مؤنث میکنه. ایشان و آقای برنارد کوشنر از طراحان ابتکار جدایی کردستان از ایران هستند. اونجا مدرسه بود به نام لانزو یعنی زبانهای شرقی، در اونجا یه بخشی باز کردن به نام دراسات کردیه و در اونجا ایشون کردی درس میداد، منتها با تیتر خودش، با تیتر همون دکترای حقوق از یوگسلاوی، پیش از این که بره اتریش و کشته بشه. بله این داستان فاجعه بار زیانداری علم در ایران به این تیتر دکترا. و باور بفرمایید آقای سربی 99% اینها که دکترا میدن دکتر نیستن، یعنی وکلا که به طور مطلق کلمه لیسانس هم ندارن. تمام وکلای ایرانی کالیفرنیا حتی لیسانس معتبر ندارن، منها 1%شون هستن البته خدایش. و این 99% که دکترا ندارن 60%شون فوق لیسانس ندارن، 50%شون به طور قطع و یقین لیسانس ندارن، 20%شون تا حد دیپلم بیشتر نیستن، مطلقا دانشگاه نرفتن، مطلقا و مطلقا. و گاهی اوقات هم دانشگاه درس میدن، خب بهشون میگن پروفسور. شما میدونید هر کسی در دانشگاه درس بده، مثل ما در ایران که هر کی دانشگاه درس بده بهش میگیم استاد، اما خب استاد مراحلی داره. اول مربیگری 10 سال، مربیگری 10 سال، استادیاری 12 سال، 12 سال هم دانشیاری، بعد استاد میشه و بین استادان یک نفر میشه مقدم الاساتید مثل دکتر غلامحسین صدیقی، بنیانگذار علم جامعه شناسی ایران که شرایط شاه در نخست دیدی نتونست بپذیره، چون مستقیم به دکتر صدیقی گفت و در خونش سوگندش دادم که استاد عزیز شما که دو بار هیچ بشری رو تایید نمی کنید در این مدت زمانی که شما تا به حال درس دادید هیچ بشری رو تایید نکردید، ولی دو دور در سخنرانی رسمی نصر احمدی رو کلید نجات آینده ایران معرفی کردید، جوانترین دانشجوتون به آخرین دوره دانشجویتون رو شما که این کار کردید، به من هم بفرمایید شاه چرا نپذیرفت؟ به فرزندم شاه به من گفت که من فشار پشت سرم هست برای بیرون رفتن از ایران و نمیتوانم شرط سوم شما را پذیرا باشم، به همین جهت من هم آمدم به خانه هم نشستم.
میدونیم که شرایط بله شرایط ایشون آقای شرمی میخواستم این مطور کوتاه عرض بکنم. لیسانس هم در اروپا وقتی درس میده در امریکا بهش میگن پروفسور، فوق لیسانس هم درس بده بهش میگن پروفسور، پیشتی هم درس بده بهش میگن پروفسور، دیپلم مطالعات هم درس بده بهش میگن پروفسور، دکترایی دیگر که آخرین نقل تحصیله اونم درس بده بهش میگن پروفسور. بنابراین واجه پروفسور برام ایرانی هم خودش به حال قزبال قز شده که متاسفانه تلفظ میکنم پروفسور. حالا چرا پروفسور من نفهمیدم، شاید منظور از فسفر باشه در مغزشون، شاید منظور پر از فیس و افاده است، پر فیس. همه بله بله شما درست حرفه. آخه شما فرمودید دکتر جامعه جامعه شناسی خیابان و مردم هستید، این درستترین حرفه. بله بله پروفسور به معنی پرو یعنی دلیل و سور به معنی آگاهی و تنبه، اون نیست، اون منظور همون فیس و افاده است. بله آقای احمدی شما باور دارید اگر آقای هدف آقای سرگیمن پایان جمله را از کنم ملخص کلام دوستانی که با فیسبوک سر کار دارن که فیسبوک رو میبینن، ستن از یاران سر از تیم بلا زدن کار جبهه را دبیرخانه موقت جبهه را انجام میدن، هم کار فیسبوک هم کار ایمیل ها را انجام میدن و پاسخ میدن که اخواد سوالای تکنیکی رو که حتما به من میگن، نامه های استرالی هم حتما به آگاهی من میرسونن، تلفن من هم اون بالا اعلام شده اگر کسی طالب ارتباط مستقیم با خود من هست، همینطورم که شما فهمیدید 818 که اریا کد منطقه کالیفرنیا هست، ببخشید منطقه ولی هست در لس آنجلس، و 201 هم که فرمودید اول شماره هست، بعد 5779 57 هم که فرمودید سال انقلاب به ایرانی و 79 هم سال انقلاب است، مسیحی بنابراین بسیار نقی ساده و روانی هست. این است که اگر کسانی طالب ارتباط با من هستن با اون نمره با من تماس میگیرن. ما یک هدف داریم برای پیشبرد این هدف ملی یعنی نظام پارلمانی برای آینده ایران، که همه انقلابیون همه کسانی که دستن در کار ایران هستن، جامعه ایرانی مسئول و در امان است با اطلاع و تجلی شخصیت، برای یک هدف نظام پارلمانی آینده ایران، حالا اگر مؤسسان آینده ایران به صورت اکثریت پادشاهی پارلمانیش کرد ما به اون پادشاه میگوییم اعلی حضرت، اگر نه مثل بلژیک، مثل اسپانیا، مثل دانمارک، مثل فنلاند، مثل دیگر کشورهای پارلمانی پادشاهی، اما اگر مؤسسان آینده ایران به نظام جمهوری پارلمانی رأی داد ما هم به اون رئیس جمهور میگوییم جناب آقای رئیس جمهور، مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل ایتالیا، مثل اسرائیل، مثل هلند، همه هند با پوزش، مثل هند و دیگر کشورهای امریکا، مثل امریکا، ایالات متحده امریکا، ما هم به اون رئیس جمهور میگوییم جناب آقای رئیس جمهور. حرفی بالاتر از این به گمانم منطقی تر از این، بی‌طرفانه تر از این و بی‌توقع تر از این در این جهان هستی نخواهد بود. اگر روز روزگاری همون پارلمان برگزیده مردم این جبهه را دبیر کلش به عنوان رئیس دولت خواست، این من یعنی من نسل احمدی رئیس دولت کار خواهم کرد با یارانم، با یارانم در جبهه اون دولت رو میچرخونیم. اگر کار خوب کردیم ادامه میدیم، اگرم کارمون از نظر اون پارلمان خطا و لغزش بود ما را بیرون میکنیم میریم به خونمون میشینیم کار شخصی میکنیم. هرگی بالاتر از این به گمانم نیست. ما فقط یک بلنگو میخواییم بیاری هم میهنان گرامی نیازمندیم، تا به حال محتاج و چشم انتظار تاجرهای میلیاردر ایرانی بودیم که 12 سال پیاپی شب و روز به نسل احمدی گفتن ما شما را ساپورت میکنیم، براتون بلندگو میذاریم، جبهه را راه اندازی میکنیم به سراسر نقاط جهان، اما خب شرایطشون آقای سرمی وقت دارم من شاید شما اونمان کنم به هم میهنانم یا نه متاسفانه وقت نداریم، ولی امیدوارم که باز در آینده زمان دیگری واگذار میکنیم. اما شرط تاجرها برای من قابل تحمل نبود، دو شرط ننگالود بود و من پناه بردم به هم میهنانم از $10 به بالا به همت مردانشون بستگی داره. من یه شعری از رحیم مهاجری به گمانم یا خلق را بود سر سودای مال و جاه، آزاد مرد را سر سودای دیگر است، سر سودای من عشق به میهن است، اعتلاع میهن است. اگر یاران من یک مرد سرفراز مال دانش و میگارم خودستایی نشه که کل سعدی بزرگوار خودستایی همه کفر است، خودپرستان به حقیقت نپرستند خدا را، به گمانم دشمنون من ساعت اعتبار ادمی منو حتی مور تایید برش زدن و بیطرف. اما اگر یه آدم سرفراز راست دوست خوشبیمان تا به آخر خط میخوان من هستم، منمون یک جان
و دیگه بستگی داره به همت یارانم. من نامه بردالود خانم فیروزه قفارپور رو دلم میخواد در سایتمون و آقای آذرخش هی الفت یه رو هی الف رو هی ببخشید اونجا ببینیم ببینیم چقدر در بردالودی این دو نامه و دو ریجه همت مردانه مهندس سهراب چمنارا که سخت پیجوی یک نظام پارلمانی برای بلیجه بررسی قانون اساسی نظام پارلمانی آینده ایران هست. من سپاسگزارم از همه یارانم، سپاسگزارم از شما جناب آقای سربی که این وقت در اختیار من گذاشتید و هماهنگی کردید با دوست فاضل و دانشمند دین پناه هم دکتر کاظم افشارا. بسیار سپاسگزارم از این وقتی که به من داد. بسیار ممنون، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم، به امید دیدار. سپاسگزارم میرتونم، خدا نگهدار. دوستان عزیز با آقای دکتر نصر احمدی بودیم. شماره تلفن ایشون همینجوری که روی صفحه فیسبوکشون من اینجا نشون میدم، اولا صفحه فیسبوکشون رو اگه دوستان لطف کنن و به انگلیسی هم کنار همین یا زیر همین دکتر نصر احمدی بنویسن، چون وقتی به انگلیسی میزنیم میبره ما رو توی صفحه فیسبوک دیگه، و اگه اون صفحه ایشون نیست و یه نفر سوء استفاده کرده اون رو به فیسبوک خبر بدید میبندتش. در اصل من فکر میکنم کار خوبیه که اینجوری نوشتن دکتر نصر احمدی به فارسی، ولی با انگلیسی هم بنویسید که هر دو پیدا بشه. یک. دوم اینکه کتاب قانون اساسی ایشون، این رو همیشه مجانی به دوستانشون دادن ولی الان روی اینترنت هست، میتونید بگیرید. لطف کنید با خودشون تماس بگیرید یا با فیسبوکشون تماس بگیرید، اگر مشکلی بود با من تماس بگیرید، لینک کتابشون رو روی اینترنت بهتون میدم. ضمناً ایشون از آقای دکتر صدوقی صحبت کرد، به اصطلاح اسم بردن که قبل از بختیار شاه با ایشون صحبت کرده بوده که بیا نخست وزیر شو و این مملکت رو یا این کشتی رو از این طوفان نجات بده. اون بهش گفته بود به شرطی که شما وایسی اینجا، و شاه هم که گفته بود من یک عواملی به هم فشار میارن، من فکر میکنم هیچ عاملی نبوده جز ترس، جز اینکه اینها حاضر نبودن فداکاری کنن. تازه فداکاری هم لازم نبوده، وظیفهشون رو انجام بدن. این همه سال حقوق گرفتی، لذت بردی، پول بردی، حالا باید وظیفت رو انجام میدادی. اونا وظیفهشون رو انجام ندادن. حالا بماند که بعضیا وظیفه رو که انجام میدن هیچ، خدمت میکنن، بالاتر از خدمت فداکاری هم انجام میدن. از دوستانی که روی فیسبوک بودن ممنون و متشکرم. شما که روی فیسبوک هستید لطف کنید صفحه دکتر نصر احمدی رو هم یک نگاهی بندازید، لایک کنید، باشون تماس بگیرید و بگید که از طریق تلویزیون مردم باشون آشنا شدید. و چیز دیگه‌ای که میتونم بگم اینه که تشکر کنم از آقای حسن ارشاد که یا ببخشن ما رو که امروز 15 دقیقه برنامه‌شون رو دیرتر شروع کردیم، و آخر هفته خوبی براتون برای شما همه آرزو می‌کنم. به امید دیدارتون روز دوشنبه. روز روزگار بر شما خوش.